بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، حتی سال خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در این آخرین روزهای سال 1401 اوقات بهتری در انتظارتون باشه در سال 1402. امروز جمعه است، 26 ماه اسفند سال 1401 و این آخرین برنامه امسال هست از تلویزیون مردم. یکی دو بار قرار گذاشتیم که با آقای شادانلو صحبتی داشته باشیم، این بنده خدا گیر کرده بود توی ترافیک و اینها و فیلم هم حتی فرستاد که اینجوری شده اوضاع و احوال. گفتیم هیچ مشکلی نیست، از این برنامه ها پیش میاد و ما عادت داریم، و اما تاریخ رو یادمون رفته بذاریم اینجا، هیچ عیبی نداره. الان براتون می نویسم در عرض یک دقیقه. 17 ماه مارچ، امروز هم فرایدی، اول فرایدی شو بنویسیم، جمعه، فرایدی 17 مارچ 2023 و تاریخ ایرانی را هم باید از یکی از صفحات بیارم و الا میریزه به هم. بعضی از این صفحات درست کار میکنه، بعضی هاشون درست کار نمیکنن. خب اکشن نیدید، به خدا ما رو دیوونه کردی. Too low frame per second. Learn more. میزنیم ولی هیچ کاری نمیکنی، بعد خودت هم میگی درست شد. ببینیم حالا چی میشه و چه خواهد شد. خیلی slowه احتمالاً. Requirement for Facebook فلان. خب learn more. خب بگو بزن درستش کن دیگه، چرا ما رو اذیت میکنی اینجا. اوکی اچ فلان 10 فلان 10 فلان 10 فلان منیج. اوکی هیچ، الکی ما رو میبره در پیچ و خم روزگار. بعدم اینجا جمعه 26، اینم کپی میکنم میارم میذارم اینجا. حالا از این به بعد شما میبینید، بله نگاه کنید، اینجا هم تاریخ آمد، جمعه 26 اسفند 1401 برابر با 17 مارچ 2023. نمیدونم شما هم مثل من این احساس بهتون دست داده یا توی سنی رسیدین که هر روز صبح که بلند میشین، حالا یا از طریق ایمیل یا از طریق فیسبوک یا از طریق هر جایی که خبرها رو چک میکنید، متوجه میشین چند تا از دوستان، آشنایان، احتمالاً فامیل شما از دنیا رفتن. دیشب با خبر شدم که آقای دکتر محمد برقعی فوت شدن، یادشون گرامی باد، و از طرفی اون آقای داوود روستاییان، اگه اشتباه نکنم، نقاشی که با دست نقاشی میکرد، اون هم فوت شده. البته من وقتی هم که ایشون زنده بود یکم باور داشتم از لحاظ روحی ایشون نامتعادله، البته حالا دیگه رفته، میگن پشت سر مرده بد نگو، در صورت که اگر کسی بد بوده باید بد بگی، اگه خوب بوده باید خوب بگی. خلاصه حالا دوستان میگن یادت باش سوربی، تو هم یه روزی میمیری و نوبت ما میشه که بیایم بد یا خوب بگیم. دوستان عزیز، اگر دوست داشتید ویدیوی ما رو با دوستان خودتون شیر کنید. متوجه شدم که هر چی ما میگیم اصلا فایده نداره. از طرفی در سن 92 سالگی پتروس پالیان، اون کسی که 7 سال به اصطلاح فیلم بردار شاه و دربار بوده، فوت شده. و جالب اینه که یکی دو روز قبل از فوتش من این ویدیو رو از ایشون دیدم که گفت آرزوش اینه که بره ایران، بره کافه نادری، چون ارمنی بود، بره کافه نادری یه آبجو به سلامتی ایران بنوشه. برای پتیک فرستادم، گفت متوجه شدی؟ گفته به سلامتی ایران. گفتم که حالا امیدوارم که شانس باهاش یاری کنه و بره اونجا. در با خیلی چیزا دارم امروز صحبت کنم، سعی میکنم همه اینا رو به اصطلاح عکس ها و ویدیو ها و صحبت هایی که هست انجام بدم و خیلی روی موضوع خودم رو معطل نکنم. یکی گشت و گذاری در جنگل مولای اینستاگرام، بیاین با هم یه نگاهی داشته باشیم. من اینجا
اینستاگرام رو اگه بتونم باز کنم ببینم، اگه نگه ساین این کن اینستاگرام. هرچی هم به این دوستان میگیم بابا نمیخوایم ولمون کنی، هی میگن نه آقا خیلی مزایا داره اینا هست، میگه زردچوبه رو با آب لیمو با نمیدونم عسل با کوفت و زهر مار و فلان و اینها قاطی کن، میگه بابا بدمزن، میگه ولی خیلی خاصیت داره. ببینید این صفحه اینستاگرام منه، اولا فکر میکنم که صفحاتی رو که من نشون میدم باید از قبل شما بهتر بتونید ببینید، اگه نه که دیگه خب یه اشکال یه سیستم ما همینقدر. قبلا این هر چیز رو من نشون میدادم میرفت تو وید بلاستر، از وید بلاستر میومد تو صفحه، ولی وقتی که شاهین به من گفت که همون سوربی اینستاگرام مستقیم خودش اینو میذاره اونو انجام میده و اینها، یه فکری به نظرم رسید که تو او بی اس من همین کار رو انجام بدم. امیدوارم که الان شما صفحه رو بهتر ببینید. ببینید دوستان، من وقتی میام اینجا مثلا همین شاهین که الان اس بردم، این بالا ببینید دورش قرمزه، درسته؟ خب یعنی این یه سری داستان گذاشته، باید بزنی نگاه کنی، بعد سعید کاووسی هست، بعد اون هست، بعد اون هست، من نمیدونم یعنی واقعا همه رو باید بریم نگاه کنیم، یا شماها هر روز صبح میرید همه اینا رو نگاه میکنید، یا چه باید کرد، یا اونایی که مثلا میدونید خبرایی که میذارن جالبه، ویدیوهایی که میذارن جالبه، اونا رو یه جوری میشه، نه فکر کنم این نوشته ها و اینها بهتر دیده میشه، نظر شما چی هست؟ اینم پسر آقای کاووسی که خواننده است و گیتار میزنه و من یه شب برنامهش رو دیدم، برنامهش خوبه. اینم یه خانمی که تو اتوبوس شعرهای فردوسی رو میخونه یا خودش شعر میگه. دوستان شعر گفتن هیچ به اصطلاح مشکل نیست، حتی کلاس هایی هست که به شما یاد میدن چجوری با خوندن شعرهای حافظ مثل حافظ شعر بگی، با خوندن شعرهای فردوسی مثل فردوسی شعر بگی و الی آخر. در اصل میخواستم بهتون اینو بگم، ببینید الان مثلا من چون اینا رو زدم دیگه، چون نگاه کردم دیگه دورش قرمز نیست. اینم از این ماجرا، مثلا اینجا آقای ستار دلدار، اینو که کلیک میکنی میبینید ستار دلدار عکس های خودش و همسرش و خانوادش و اینها و الی آخر. بعضی وقتا هم حقیقتا دیگه یه چیزایی که اصلا آدم نباید ببینه و اینها به اصطلاح دوستان میذارن که اونم آدم نمیدونه چی بگه. و اما ببینم که کات کنم بیام اینجا. آره این ساده شده دیگه. یادتونه وقتی من میخواستم یه عکس نشون بدم اول میگفتم بذارید این تاریخ و اطلاعاتی که میاد استاپ کنم، یه قدم شما یه صفحه میدیدید که یه کمی بلری میشد، بعدن میمد اینها، با این کار این انجام نمیشه. از طرفی بین این صفحه کامپیوتر و اون صفحه خروجی دستگاه آدیو و ویدیومون فقط یک کلیک، من همین جا که دارم نگاه شما میکنم میتونم بزنم، کلیک میره اونجا، کلیک برمیگرده، دیگه هی نمیخواد به چپ و راست. و سعدی خیلی درست گفت، گفت عمر رو دو بار باید زندگی کرد، یکی تجربه آموختن، با دیگری تجربه بردن به کار. و من نمیدونم حالا واقعا ما اگر دو بار هم زندگی کنیم انقدر عقل داریم که از اولی تجربه کسب کنیم، توی دومی تجربه ها رو استفاده کنیم یا تجربه ها رو خرج کنیم، فکر نمی کنم. و اما دوستان روی صفحه یوتیوب، من حالا این فرصت پیش اومده اینجا یوتیوبم رو این نشون بدم که هرچی میبینم شما ببینید. بیایم اینجا میزنیم یوتیوب، این صفحه‌ای که میاد ببینیم، اگر شما لطف کنید سابسکرایب و فالو و اینها رو بزنید ما هم ممنون میشیم. اینجا می‌نویسیم مردم تیوی، فکر کنم وقتی مردم تیوی میزنیم بله میبینید تلویزیون مردم پارسا سوربی و این ویدیوها به این صورت میاد. البته فکر کنم چون من خودم صاحب این کانال هستم و الان ساین این هستم، اون دکمه های چیز نمیاد. ببینید اینم آگهی که نشون میده که شما میتونید نگهش داری برید، ولی اینجا متوجه شدم به جای سابسکرایب و اینها یه جوین نوشته. جوین، این جوینو که میزنی
کلیک میکنید می نویسه اگه دوست داشتید ماهی 3.99، اگه خواستید بیشتر ماهی 7.99، اگه خواستید بیشتر ماهی 29.99 و آخرینش 99.99. این اینجا هست جوین. یکم بدسلیقگی کرده، اینو باید یه رنگ دیگه، و همونجوری که میبینید تو آمریکا حتی تبلیغ مشروب هارد لیکر از آبجو و شراب گذشته، مشروب این بربنه، اینها رو هم انجام میده. خلاصه گفتم که اینو بگم. بعد شما اگر لطف کنید وقتی یه ویدیویی رو میبینید، نه تنها مال من، باور کنید من حتی رو تلفن دستی من وقتی ویدیوی کسی رو تماشا میکنم نظر میدم، این نظره، هم ازش حمایت میکنید، هم اگه بد بود این بد رو میزنید. در صورت اینم این، اگه خواستید برای دوستانتون بفرستید روی این شیر کلیک میکنید، اگه خواستید ویدیو رو دانلود کنید، این فکر کنم فقط اونایی که مثل من ماهی 12 دلار برای یوتیوب دادن میتونن این کار رو انجام بدن. بعد این بهتون اجازه میده ویدیوتون رو ادیت کنید، این ویدیو رو نگه میداره برای بعدن که اگه خواستید به کسی بفرستید و اینها دنبالش نخوان بگردید. و این یکی هم گزارش میکنه، ریپورت میکنه، اینم سیف که بهتون میگه برای واچ لیدر، یا میزانینش روی پلیلیستایی که دارید، و یکم ماوستون رو اینور اونور ببرید، نترسید ازش. خب من برمیگردم دوباره به استدیوی جهانی خودمون و از اون برم برمیگردم به صفحه فیسبوک ببینم دوستان کسی هست یا نه. اینجا لطف کنید بنویسید، اگه هستید بنویسید، نیستیم. و اما این فیسبوک فالو و نمیدونم اون یوتیوب سابسکرایب و اینها رو دیگه به قول دوستان گو هر کوفت و زهر و ماری که هست و هر قد که شما بلدین. و اما به شاهین گفتم که شما اون داستان یک مرتبه قرمز شو و هر روز زرد نباش رو میدونید؟ اگر نمیدونی من برات میگم. حتما دیدید که من وقتی شاهین، خب ایشون گویا قبلا منو میشناخته، ولی بعد که دیدم فامیل یکی از دوستان خوب ما هست و بعد که دیدم خیلی چیزا رو میپرسه یا من از اون میپرسم، اون به من راهنمایی میکنه، من به اون راهنمایی میکنم، بهش گفتم شما اگه فیلم بذاری، اون موقع من مردم تیوی رو 24 ساعته اون به اصطلاح پلیرش رو روشن میذاشتم یا انکودرش رو روشن میذاشتم تو ما شما بتونید 24 ساعته ببینید. بعد یه مدت به این نتیجه رسیدیم بابا اینا که ویدیوها از قبل دیگه، حالا هی چرت طرف بگه آقا لایوید نیستید، میره نگاه میکنه میشه ویدیو آن دیمند دیگه نشنید. ولی اون موقع ها من ویدیوی شاهین بدون هیچ چشم داشتی گذاشتم و خیلی هم خوشحال بودم که این بیاد، چهار تای دیگه بیان که من تنها اینجا نباشم. ولی هم رفت سر کار، رفت رستوران خودش رو درست کرد و بعد گرفتار بود و اونجوری که فکر میکرد به اون آسونی نبود. همه از دور که میبینن میگن بابا کاری نداره که، ما یه ویدیو هم داریم، میریم تو سوپرمارکت قیمتها رو نشون میدیم، مردم هم میان 20,000 تا نگاه میکنن، ما یه ویدیو برمیداریم میذاریم تو ماشین راه میفتیم میریم. ولی نمیدونه که پشت کار اون ضرب المثلی بود، گفت طرف یه روز رفت آهنگری، وقتی برگشت خونه به مادرش گفت من دیگه نمیخوام برم شاگردی کنم، از صبح تا عصر بشینم بدمم این دستگاه رو، فشار بدم باد بزنم به این کوره آهنگر که آتیش باشه و اینها. مادرش گفت خب میخوای چیکار کنی؟ گفت مغازه خودم رو باز کنم. گفت آخه تو که بلد نیستی. گفت کاری نداره که، یه آهنی رو گرم میکنی، گردش بکنی میشه میل، صافش بکنی میشه بیل. نه قربان، به این سادگی نیست. ولی برگردیم، شاهین ویدیوهای زیادی میذاره، الان ویدیوهاش جالبتر شده، کوتاه درست میکنه سر موضوعات مختلف و خوشحالم هست. از اون ور میگه 15,000 تا میان اینها، که البته این عددا رو ما نمیبینیم و اینا وقتی برای من مینیسن من 15,000 تا میگم والا ما اینجا میبینیم 26 تا 52 تا فلان. نه بعد گفت نه اونجا ببین دورش خط کشیدم. گفت آقا دورش خط نکشیدی، روش خط کشیدی. و پدر من امضا که میکرد اسم و فامیلش مینوش، بعد اینقدر خط میکشید روش، مادرم میگه خب این چیه، اگه میخوای خط بکشی دیگه چرا اسمت مینویسی، همینجوری خط خطی کن. در صورت کارمون خیلی خرابه، نه فقط کار ما، کار یه نسل گذشتمون، پدر مادرها و اینها هم به اصطلاح اونجوری بوده که ما اینجوری شدیم. و چون کار ما هم خرابه، نسل بعدی هم میبینید که خانم رو آزاد میکنن،
خانم سپیده قلیان، بعضی هم میگن قلیان، بعضی هم میگن قلیان، فکر کنم قلیان درسته چون با قاف نوشته، یعنی قلی قلیان. این بند خدا 4 سال خورده تو زندان بوده. دوستان، این بزرگترین مشنگ بازیه که شما با پای خودتون، با دست خودتون، خودتون رو بندازید در دام آخوندا. حالا اونای دیگه هی احساساتی میشن، هی به شما آفرین میگن، ولی شما هستی که باید 23 ساعت در روز تو زندان انفرادی باشی. برگردیم به شاهین، داستان قرمز و زرد شدن. ما وقتی گفتیم خب حالا بذارید بریم یه دوری بزنیم ببینیم کدام یک از دوستان این کار رو انجام میده. دیگه اسم نمیارم حقیقتش، چون لیستش خیلی کوتاهه. هیچ کدام از دوستای ما که اینقدر ما بهشون به اصطلاح فکر میکنیم صمیمی و نزدیک هستیم، یه ویدیوی ما رو این ورور شیر نمیکنن. چند مدت پیش آقای اکبری نوشته بود آقا ما لایک زدیم، گفتیم با خیلی ممنون. در صورت شاهین هم وقتی گفتیم آقا انقدر تو به ما میخوای یاد بدی، به جای این یه خودت میگی یه عکسه، خب عکس ما که اونجا رو سر تمام قندونا هم هست که برای که بچه ها وحشت کنن، عکسمونه بردار یه لینک هم بذار ما هم یه بار ببینیم این 15,000 تایی که توی اینستاگرام میاد روی یوتیوب چه تأثیری میذاره. من اصلا هنوز نمیدونم که شما لینک یوتیوبت رو که میذاری توی این سایت، اون سایت، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، اینا به اون اصلی هم اضاف میشه یا اون پدر سوخته میاد نگهش میداره برای که شماره اون زیاد نشه، فقط از طریق خودش نشون میده. اینا همش میشه این کار بکنی، مثل این میمونه که شما یه آگهی برای من بفرستی پایینش نوشته باشه مثلا رادیو نقش جهان، من این رادیو نقش جهان رو بچینم فقط اون آگهی رو نشون بدم. فکر میکنم اینستاگرام و توییتر و لینکدین و تلگرام و گفت و زهرمار این کار انجام میده. در هر صورت آخرین برنامه هست آقا دوستان، مرا به خیر تو چیز نیست شر مرسان، واقعا ممنونم از همتون، ولی من هیچ خیری از دوستان ندیدم. حتی چند روز پیش یه تلفنی داشتم از یه آقای از کانادا، از اون طرف بالای کالیفرنیا، واشنگتن، سیاتل و اون بی بی سی و فلان اینا، بی سی سی، بریتیش کولومبیا. آره، بعد ایشون میگه که آقای سوربی من 30 سال بیننده تو هستم. گفتم والا من 25 سال تو رادیو تلویزیون هستم، ولی اینقدر به شما سخت گذشتی فکر میکنی 30 ساله؟ خب حالا بفرما کجا از ایران میدید؟ گفت نه آقا من کانادا هستم. گفتم خب شما که کانادا هستی چرا حمایت نمیکنی، چرا کمک نمیکنی؟ بگذاریم آقا، ما اینجوری هستیم. منم که نمیتونم یه ملتی رو با یه برنامه عوض کنم. زور خودمون رو زدیم، سعی خودمون رو کردیم و امیدواریم که یه نفر عوض شده باشه. ولی یه درسی میخوام به دوستان بدم، مخصوصا به شاهین و دیگران، و هر وقت از این درس کمک گرفتید یاد من بیفتید. من یک کانترکتور داشتم. کانترکتور یعنی کسی که قراردادی برای شما کار میکنه، نه مثل ایران کلک بزنیم کارمندامون قراردادی انجام بدیم. ها، شما وقتی یه نفر استخدام میکنی خودش ماشین داره، خودش بیل داره، کلنگ داره، خودش شاگرد داره، این کارگر شما نیست، این شما قراردادی استخدامش کردی، خودش مسئول مالیاتشه بمانه. و این آقا مال کولومبیا بود، اسمش هم افرین بود، افرین. و این گاهی وقت خب از ما پول قرض میگرفت تا ماشینش تعمیر بشه، تا این بشه، تا اون بشه. یه دفعه من بهش گفتم حقیقتش من تصمیم گرفتم دیگه نه به دوستان نه به فامیل پول قرض ندم، چون به دوستت که پول قرض میدی دوستیش از بین میره، به فامیلت تبدیل به دشمن میشه. و نمیدونم، حالا تصمیم گرفتم ولی نمیدونم چیکار کنم. گفت من بهت میگم. گفتم چیه؟ گفت مادرم به هم یه درسی داده، یعنی مادر این آقایی که کانترکتور ما بود گفت بهش یه درسی داده. گفت بهش گفته پسرم یک بار قرمز شو ولی هر روز زرد نباش. گفتم یعنی چی؟ گفت نگاه کن، من به تو امروز میگم $100 بده قرض من، تو یه لحظه قرمز میشی میگی ندارم، ماجرا تموم میشه میره. ولی اگه $100 دادی قرض من
من بهت گفتم فردا بهت میدم. هی فردا میاد، فردا میاد، فردا میاد. هر روز تو زرد هستی، از من عصبانی هستی و دوستیمونم به اصطلاح به هم میخوره. حالا شاهین عزیز، شما میتونستی خیلی قشنگ بگی سوربی، من این صفحه اسم خودمه، فقط برای اسم خودم میذارم، ولی یه صفحه‌ای به نام رادیو پنگوان دارم، اونجا میخوام هرچی خل و چله مثل تو بذارم اونجا. من این کارو کردم، من به دوستان گفتم صفحه سوربی مال خودمه، هرچی خودم دوست دارم میذارم، ولی صفحه مردم تیوی رو عمومی میکنم، هر کسی میتونه بیاد اونجا، حالا یا هزینه پرداخت کنه یا اگر چیزای سرویس عمومی هست مجانی بذاره. در صورت بازم ممنونم، امیدوارم اولین مرتبه‌ای که از این نصیحت یک مرتبه قرمز شو ولی هر روز زرد نباش استفاده کردی، برای من بنویسی سوربی من این کار کردم و خیلی خوشحالم، تلویزیون مردمم حمایت میکنم. تلویزیون مردم یه بار دیگه بهتون نشون میدم، دوستان حمایت کردنش خیلی آسونه، میرین روی ویدیوهایی که توی یوتیوب هست، اون پایینش یه جایی نوشته جوین، جوین یعنی وصل شدن، متصل شدن، همراه شدن، واقعا هم فکر کنم درست باشه. ببینید من یه بار دیگه بهتون نشون میدم اینجا، ببینید چقدر ساده شده، هی دیگه نمیخواد اینجا نگاه کنم اونجا نگاه کنم، بیا اینجا ببینید نوشته جوین، اینجا نگاه کنید نوشته جوین و کلیک میکنم بهتون میگه که این تلویزیون مردم جوین دیس چنل، میگه شما هم به این کانال بپیوندید. بیسیکش یعنی اون معمولیش اینقدر، سیلورش 7.99، گلدش 29.99، این پلاتینوم که اون طلای سفید و اینا هست ما این 99.99. این خیلی از دوستان که نگران این هستن که اگر ما کمک کنیم ممکنه مشخصاتمون بیفته دست این و اون، دست سوربی فلان، این کارا اینجوری انجام بدید مشخصاتتون نه دست من دست هیچ کس دیگه هم نمیفته. خب برگردیم، ممنون از شاهین، قرمز شو یک بار ولی زرد نشو. ویدیوی امتحان بنزین رو بهتون بشون بدم یا اول داستانی که با یه دوست دیگه ای داشتم؟ جالبه، اون دوستمون از بالای کالیفرنیا از کانادا تماس گرفت و من بهش گفتم خب اینقدر مدت منو میشناسی، و این دوستمون میگه که خیلی جالبه، من حتی با فامیلم، با داییام، عموام، آشنایان سر برنامه شما بحث میکنیم و چند تا اونا از اونا هستن که اصلا از شما متنفرن و بهشون میگم چرا آقا، این میگه من معلم بودم یه چیزایی یاد گرفتم دارم به شما یاد میدم. حالا اگه شما فکر میکنید این چیزایی که داره به شما یاد میده غلطه، خب بیا، بارها هم گفته من دوست دارم شما بیاین بشینیم با هم یه جایی صحبت کنیم و توی برنامه ها با هم گپی خودمونی داشته باشیم. و گفتم خب حالا کسی هم که تارا حاضر نشد، گفت آره همشون فقط حرف میزنن و اینا، بگذاریم. ولی یه تلفنی داشتم، این تلفن بذارید شمارش اینجا بهتون نشون بدم، 202 که نوشته واتساپ، این وقتی شما به وسیله واتساپ تماس بگیرید میاد به تلفن دستی من و میتونم من بهتون جواب بدم، ولی اگر با شماره تلفن 202 معمولی تماس بگیرید مستقیم میره روی پیامگیر. و اون روز تصادفاً به قول آقای دکتر پارسا بناب، یونس پارسا بناب، میگفت شما تصادفاً درست گفتید، اون روز تصادفاً یه نفر زنگ زد و من از توی واتساپ جواب دادم. خیلی جالب بود، به من گفت که میخوام با سوربی صحبت کنم. گفتم من سوربی هستم. گفت نه الان که شما داری سوربی داره برنامه. گفتم شما کجا داری نگاه میکنی؟ گفت من رو یوتیوب. گفتم بابا اون برنامه مال فلان موقع است. گفت اینجاش نوشته لایو. گفتم دیگه این اشکالیه که یوتیوب داره، یوتیوب دوتا آپشن یا دوتا گزینه نمیده که ما لایو یا لایو بنویسیم، بازپخش و بازپخش، اصلا چیزی به عنوان بازپخش یوتیوب نمیخواد پخش کنه دیگه، ما زیر آبی میریم اینجوری اینها. ولی باور کن خود منم، حتی اگه میخوای سوالای چیز کنی که مطمئن بشی منم بگو. گفت نه لهجت معلوم شد خودت هستی اینها، شما آدرست کجاست؟
ما هم خوشحال گفتیم آدرس ما رو برای چی میخوای؟ میخوای پول بفرستی حمایت کنی؟ گفت نه میخوام بیام. دیدید میگن دهنتو سرویس کنم. اولا این دهنتو سرویس کنم، الان خیلی ها میگن دهنتو مسواک کنیم، یه کمی مؤدبانه، مثل کسکل رو که میگن اسکل، یا کاسشه رو که میگن کسشه رو که میگن کاسشه، یه کمی مؤدب شدن. گفتم شما مشکل چیه؟ و من آدرسم 1600 پنسیلوانیا اونیو، آدرس کاخ سفید رو دادم، ولی شما زحمت نکش بیا اینجا، میخوای چی کار کنی؟ گفت میخوام بیا بزنمت. گفتم شما چند سالته؟ یکم کام داون، ریلکس، خونسر، چند سالته؟ گفت من 28 سالمه. گفتم اولا خیلی خوشحالم که یه آدم 28 ساله داره برنامه های من رو نگاه میکنه. دوما شما از کجا هستی که میخوای زحمت بکشی بلند شی، حالا یا با ماشین یا با هواپیما یا با پای پیاده یا با دوچرخه بیای منو بزنی؟ برای چی منو بزنی؟ این روشی که شما میخوای تو حکومت بعدی داشته باشی، هر کی باهاش مخالفی بری پیداش کنی بزنیش. بعد شما میگی 28 سالته، شما میدونی قد من چقدره؟ میدونی وزن من چقدره؟ میدونی من اگه مشتم رو گره کنم مشتم چقدره؟ میدونی من چه مثلا اون چیزایی میگن دفاع شخصی، چه چیزایی بلدم؟ مثلا کاراته، جودو، بوکس، کشتی. از من چی میدونی که انقدر عصبانی هستی که میگی میخوام بلندشم بیام بزنمت؟ شما نمیخواد بیاید منو بزنی، شما به من آدرس بده من میام اونجا که نه پول خرج کنی نه وقت خرج کنی. ولی ازت یه سوالی دارم، من میام اونجا چی کار میکنیم؟ به هم میگیم سلام، دست میدیم، وای میسیم با هم مشت بازی میکنیم؟ یا شما تا منو دیدی میدوی میری زیر لنگ من، بلندم میکنی میزنی من رو زمین رو آسفالت؟ بعد چی کار میکنی؟ بعد یه دوربینم گذاشتی فیلم میگیری، فیلمتو میذاری رو مثلا اینستاگرام که من سوربی رو زدم؟ تو 28 سالته، من 67 سالمه. اگر بنویسی برای دوستات که سوربی رو زدم، میگن احمق خجالت نمیکشی رفتی پیرمرد رو زدی. حالا اون ور قضیه رو هم فکر کن. شما فکر کن تا شما دست بلند کنی، من با سر زانوم زدم توی بلا نسبتت و دادت رو بردم آسمون. اون وقت چی کار میکنی؟ اون وقت هم این فیلمه رو میذاری برای دوستات بگی یه پیرمرد 67 ساله منو زد؟ هیچ نگفت. بهش گفتم حالا داداش مشکل تو چیه؟ تو از پسر منم جوان، پسر من 44 سالش، تو از پسر منم جوانتری، مشکل چیه؟ میدونی آخر کارش به گریه رسید که من نمیدونم پدر مادرم اینجوری شدن، من مجبور شدم با بابام بیام اینجا، مادرم اونجا مونده، بعد میمده میرفته، بعد دیگه نیمده شوهر کرده. گفتم آقا شما اشتباهی به من زنگ زدی، شما باید به دکتر هلاکویی زنگ بزنی یکم مشکلات تو حل کنه، و تو به جایی که مشکلات خودت رو حل کنی تازه میخوای یه مشکل جدیدم اضافه کنی؟ خب من تو آمریکا هستم، اگه آدرس بهش رو بدم بیای اینجا منو بزنی که اینجا چوب تو آسینت میکنن. یادمه یه دفعه این امید امیدوار احمد شده بود به من گفت که بیا بریم با هم قدم بزنیم. من دیدم خیلی عصبانیه، بعد گفت یادت باشه کفش راحتی بپوشی، این میره تو گریت فالز قایق سواری و اینها. گفتم چیه؟ میخوایم بریم گریت فالز؟ اون موقعی بود که با اون شاهرو خواننده پول جمع میکردن از مردم، میخواستن برن ایران نجات بدن. من یکی دو بار بهش گفتم امید من فکر نمیکردم تو به این درجه از حماقت برسی که یه همچین کاری انجام بدی. خب آقای امید امیدوارم میخواست بیاد بنده رو بزن. امید امیدوار 30 سال 40 سال کاراته تمرین میکنه، ولی من به شما قول میدم اگه یه روزی قرار باشه من با این دعوا کنم، من که وای نمیستم حالا بگم کاتا بریم های هوی، یه چوب از درخت ور میدارم، مثلا اونجوری که تو خیابون 20 متری سینما سعدیه دعوا کردیم با چند نفر که چاقو زنجیر داشتن،
من هر چی نگاه کردم دیدم ما یه مش دانشجو یه چوب از درخت کندم با چوب افتادم به جونشون. اونایی که بچه 20 متری هستن دم مسجد رضا برگردن به یکی دو سه سال قبل از انقلاب، بله دو سه سال قبل از انقلاب هم ماها مثل سگ و گربه با هم دیگه دعوا میکردیم دوستان. اینجوری نبود که شب انقلاب که شد کلیدو بزنن مثل برق و فرهنگ ما خاموش بشه هممون به این بی فرهنگی بیفتیم. شما فکر کنید تو همون زمان انقلاب ترافیک، رانندگی، جر و دعوا، دزدی، تجاوز اینها چقدر بوده. خلاصه برگردیم، این داستان امید امیدوار گفتم، این آقا رو براتون گفتم. دوستان شما اگه با کسی مخالفید، مثل این احمقایی که تو فیلم ها الان نشون میدن رژیم داره ویدیوهاشون رو نشون میده و میخندن به ریش من و شما که مجاهدا رفتن اونجا، کردا رفتن اونجا، این با اون دعوا شده، اون با این دعوا شده، خیلی ملت عقب افتاده ای است. واقعا کارمون خیلی خرابه. همین دوستمون که از کانادا تماس گرفت گفت سوری از شما یاد گرفتم کارمون خیلی خرابه. گفتم من اگه یه روزی برسم به اون جمله بعدی که درست شدنی هم نیست، اون موقع دیگه اصلا برنامه نمیذارم. الان همین برنامه‌ای رو که میذارم تک و توک برای اینه که هنوز امیدوارم ممکنه یه انقدی نوری در اون آخر تونل روشن باشه و بتونیم مثلا یکم از این کارمون خرابه بیایم بیرون یکمی درست‌تر بشیم. در هر صورت این دو ماجرایی بود که من به شما گفتم. و اما دوستان خیلی ها هستن که میگن ایران مخصوصا این قسمت اطلاعاتش، قسمت به اصطلاح نمیدونم چی بهش بگیم، تو زمان شاه چی داشتیم، ساواک و اطلاعات، الان وزارت ارشاد، وزارت ارشاد و اطلاعات و اینا داریم، میگن خیلی پیشرفته، ولی از این پیشرفتگیش ما که چیزی ندیدیم. چپ و راست اسرائیل میره هر جایی دلش میخواد میزنه، هر کسی رو میکشه، اینا هم هیچ غلطی نمیکنه. آمریکا میره میزنه سلیمانی رو میکشه، اینا میگن او میزنیم میکشیم هیچ غلطی نمیکنه. ولی یه فیلمی بود فکر کنم تازه هم شروع شده، این عملیات پلیس و اینا، میدونید که اینجا هم هست، یه فیلمی به نام Law and Order، داستانهای حقیقی که اتفاق میفته توی دادگاه، بیمارستان، اینها، اینا رو اسماشون رو عوض میکنن. اولش هم مینویسه که این داستانها به اصطلاح افراد حقیقی نیستن، ولی بر اساس پرونده هایی که اتفاق افتاده. خلاصه این داشت بر اساس پرونده ها میگفت، یه دفعه دیدم توی این هینوین مثلا یه نفر تو خیابون وایساده، یه پیرمردی، بعد این پلیسا که میان مردم بهش میگن این پیرمرده نمیدونه کیه، نمیدونه آدرسش کجان اینها. و خیلی برای من جالب بود، پلیس از جیبش یه چیزی مثل تلفن در آورد، انگشت مرده رو گذاشت رو تلفونه، اثر انگشت، ولی وقتی فکر میکنی خیلی ساده است، اثر انگشت که گذاشت، آدرس و ایناش پیدا شد، به مرده گفت که این حاج آقا رو ببر خونش اینه، این آلزایمر داره. یعنی تو ایران الان یه سیستمی رو انداختن که کسی آلزایمر داره پلیس بتونه اثر انگشتشو، ولی خب از اونورم یادتون باشه اگه یه کسی رو بگیرن بلافاصله اثر انگشتشو میزنن، همون موقع پروندهش میاد که آقا این سوربیه مثلا فلان جا خلاف کرده. از طرفی میبینیم که چپ و راست همه شما هم باور دارید که سیستمای کنترل ترافیک، سیستمای رد شدن از چراغ قرمز و اینها تو ایران خیلی چیزه. من شنیده بودم که سیستم بانکی ایرانم خیلی از آمریکا که میدونم جلوتره، ولی اروپا رو نمیدونم، چون اروپا چندین سال پیش شروع کرد مثلا شما با تلفنت پول پارکینگ رو بدی و اینها، که اینجا یواش یواش داره راه میفته. الی آخر بریم این یوتیوب رو جوین رو گفتم، حتما این کار رو انجام بدید و همین الانم لایک و سابسکرایب و اون جوین حمایت و اینها رو انجام بده. و اما ویدیوی امتحان بنزین بذارید من این رو براتون بیارم، الان دیگه قرار شده که کارمون بهتر شده باشه لایو، و ببینم که یه ویدیو دارم راجع به پوکی استخوانه، اونم اگه کسی خواست بگه، یا بذارید براتون بذارم شاید اینجا توی فیسبوک، الان من کسی رو نمیبینم، ولی اگر یه لحظه اجازه بدید لینکشو
لینکشو میذارم اینجا، شاید کمکتون کنه، مخصوصا این روزا که بعضی ها میگن حساسیت داریم به شیر و لبنیات و اینها، و از طرفی بعضی از خانوما دچار پوکی استخوان میشن و فکر میکنن قرص های کلسیوم کمکشون میکنه. این ویدیو میگه نه، این چیزایی که شما دارید همش اشتباهه. البته یادتون باشه دوستان، وقتی یک کسی یه ویدیوی میذاره، ببینید هدفشون از اون ویدیو گذاشتن چی بوده. حالا تا ما بخوایم برسیم به این ماجرای امتحان بنزین، من امروز دیدم که این رو هم براتون میذارم، اونایی که دیروز به اصطلاح وکالت دادن به شازده، امروز آمدن، یکی از اینا این فهمیم نمیدونم نون سخنه، که من گفتم بابا دیگه آره که تو گفتی من این کارو کردم، که پیستش کجاست، یه لحظه پیست، بله اونم گذاشتم براتون. دیروز به شازده وکالت دادن، امروز فهمیدن چه شکری نوش کرده اند. اینم مقاله جالبیه، من الان اینجا براتون لینکشو کلیک کنم نشون بدم، بله بیارمش اینجا یه لحظه، روی این خیلی ساده شده برای من کلیک کردن و نشون دادن، اینه سفرم بزرگ میکنم که نوشته. حالا البته اون کاری که قبلا انجام میدادم حسنش این بود که میتونستم مثلا من اینجا رو فقط براتون نشون بدم، این آگهی ها و اینها، نه اون بزرگتر میشد بهتر دیدیم شد. و اما اتوبوس شازده با رانندگی، به رانندگی باید بنویسین، به رانندگی مسیح علی نژاد و نقشخوانی عبدالله مهتدی، این آقای ف میم سخن این مقاله رو نوشته و اظهار پشیمانی و ندامت میکنه، یا به زبان خیلی خودمونی از شکری که دیروز خورده، حالا میفهمه که چه مزه بدی در دهانش جمع شده. شما چی؟ آیا شما هم وکالت دادید یا نه؟ به کسی که نه درس وکالت خونده بود، نه من بهتون گفته بود من میخوام چه کار کنم، شما رفته بودید وکالت داده بودید، اشکال از اونه که شارلاتانه، یا اشکال از ساده لوحی شماست؟ خب چرا این دختر لهجه داشت؟ آیا ترکیه بودن؟ آنم با صدای بلند، آدرس دسفول کجاست؟ سفر، بله بذارید ببینم چی رو من فرستادم که شما اینجوری میگید آقای پتیک. آها خب اولا شاید اینا اومدن خارج زندگی میکنن، بعدم نمیدونم یه ویدیویی هست، این ویدیو هم ویدیوی جالبیه، بذارید بهتون نشون بدم. حالا که پتیکم لطف کرد و اینو فرستاد، من اینو به شما نشون بدم. بیاد اینجا توی این صفحه، پس کوشنیشی چی میگن کجا رفت؟ سوربی با مردم، این یوتیوبو ببندم، اینم ببندم، بیام این رو، آها اینه، ببینید دوستان من اینم بذارم اینجا، حالا بیام سراغ شما. خیلی راحت شدم همون یه لحظه که شاهین گفت. ببینید این اینو امروز صبح من دریافت کردم، میگه که بذارید خودش بگه براتون، بذارید اینجا صدا. سلام، من یه پدر مجردم که با دخترم تنها زندگی میکنم و به تنهایی بزرگش کردم. متوجه شدم همسر سابقم به تازگی توی دسکول یه مزون رو اندازی کرده. حالا که خدا خواسته و پیج من دیده شده، میخواستم یه کمکی بهش بکنم تا کسب و کارش بیشتر دیده بشه. من نمیدونم شمایی که این فیلمو تا آخر میبینید چه کامنت هایی قراره برای من بذارید، ولی اینو میدونم که اون مادر دخترمه و هر چقدر شاد باشه. هیچی، اولین کامنت اینه که گذاشتن موسیقی وقتی شما حرف میزنی کار بسیار احمقانه ایه، به چند دلیل. اولین دلیلش اینه که منی که الان دارم اینو استفاده میکنم، ممکنه یوتیوب یقه منو بگیره که این موزیک مثلا مال معینه، مال فلانه، مال بیستاره. دوما شما تا حالا دیدید سر یک کلاس درس موزیک پخش کنن به غیر از کلاس موزیک؟ آقا میخوای حرف بزنی، جونت بالا بیاد حرفتو بزن. بله این آقا
فکر کنم حالا که خانمش رفته مزون، اینم نمایشگاه لباس و اینا، وقتی درست میکنن تو ایران میگن مزون، نمیدونم لاحود کلمه فرانسویه، آمده کار قشنگی انجام داده. میگه بابا اگه اینا طلاق گرفتن قرار نی دشمن هم باشن، مخصوصا وقتی بچه دارن. بعد میگه اون بالاخره مادر دخترم اینا، ولی لهجه رو که میگی اولا بچه ها معلومه که با لهجه هاشون با ما فرق کنه، به احتمال زیاد بچه های شما آقا پتیک حتما اگه ارمنی صحبت کنن مثل لهجه شما نیست، لهجه شما مثل لهجه پدرتون نبوده و الی آخر. در اصل این آقا میگه من به اصطلاح با وجودی که طلاق گرفته از همسرش، تبلیغ مغازه و فروشگاه و میزان همسرش میکنه و الی آخر. دختر خانمم خب این ست شده، دختر خانمم میگه بله برید حتما بخرید، اینم میگه حالا که دیگه دخترم گفت حتما برید بخرید. چشم، میریم از اینجا دسفور و از همسر شما چی میخریم؟ نه که ما ایرانی هم خیلی تبلیغ مبلیغ و اینا رو به اصطلاح باش کار میکنیم و گوش میدیم و الی آخر. صحبت از تبلیغ شد، هنوز ویدیوی امتحان بنزین بهتون نشون ندادم، ولی بذارید توی این پوشه لایو من تبلیغ آقای مهدی تبریزی رو به شما نشون بدم و اینجا هم اینو بزرگترش کنم تا اونجایی که امکان داره. همین هفته‌ای که میاد پس فردا، امروز ببخشید فردا و پس فردا، امروز 17 فردا 18 و 19 در وینا، به قول دوستان در قلب ویرجینیا، ایشون یه برنامه نوروز بازار داره که هفته قبلم به راه بود. اتفاقا ما از اونجا سمنو خریدیم، ما شیرازی ها میگیم سمنی، و دیدم چه جالب، این با وجود که سمنی نوشته بود product of Canada، ولی نوشته بود سنتی، سمنوی سنتی ام لیلا. و این هفته هم فردا و پس فردا از ساعت 10 صبح تا 6 عصر برنامه دارن. پایینش یه برنامه یه نوشته March 26 Global Party، ایشون گفت این برنامه پستپوند شده، به تعویق افتاده و جون انجام میدن، ولی 13 به در. ببینید اشکال آقای تبریزی اینه که توی آگهی بهشم گفتم مثل این میمونه که شما توی کلاس، گفتم مثل ملاها، مثل آخونده درس میدی، مثل مکتب، در صورتی که بعدن که سیستم درس عوض شد، یه ساعت کلاس جغرافی بود، بعد وسطش استراحت بود، بعد کلاس ریاضی فلان. شما فکر نکن با گذاشتن 10 آگهی توی صفحه خب زرنگی کردی، مردم رو گیج میکنی. در صورت بذارید من کار اونو انجام ندم، بهتون بگم فردا و پس فردا نوروز بازار، آدرسش هم از 8206 Old Court House Road، وینا، ویرجینیا 22182. شماره تلفن آقای مهدی زاده هست 202-680-0456. نه خداییش آقا شاهین، اون چیزی که شما نقل اینستاگرام گفتی و من از اون ایده گرفتم، ایدیا میگفتیم نه تو آلمانی، و اومدم این کارو انجام بدم با OBS، به نظرم میاد خیلی بهتر میبینید. شما الان نگاه کن این شماره تلفن، نوشته ها، آدرس، همه اینا رو شما میتونید نگه دارید و بهتر ببینید. بذارید ببینم از اینم هنوز بزرگتر، بله بله از اینم بزرگتر میتونم اینجوریش کنم، باز بزرگتر اینجوریش کنم، باز بزرگتر. یعنی اون اشکالی هم که من فکر میکردم این ممکنه، نه اشکال، کاری که نتونه انجام بده اونم انجام میده. ببینید 202-680-0456 مارچ 18 و 19 نوروز بازار، تا حالا بعد دیگه این برنامه ها رو اعلام کنیم. برگردیم به استودیو جهانی و بریم اگه بشه سراغ اون ایمیل یا اون چگونه امتحان کنیم که توی بنزین، میدونی همینجا تو آمریکا وقتی بنزین میزنن بارون میاد، تانکاشون قدیمی باشه، تانکی که توی پمپ بنزین هست یه وقت آب میره تو بنزین، بعضی وقتا اصلا خود پمپ بنزینه تابلو میزنه، میندسه که ما
مشکل پیدا کردیم به خاطر که بتونن بنزینا بکشن دوباره بنزین خوب بیارن، مثلا امروز تعطیل هستیم. ولی بعضی وقتا شما بنزین میزنی میری با مشکل روبرو میشی، زنگ میزنی به پمپ بنزین، پمپ بنزین میگه مثلا ما متاسفیم، بله امروز خیلی ها اینجا بنزین زدن، ولی اگر خرجی برای شما رو دستون گذاشته ما مجبوریم اون خرج رو به شما بدیم. اینم حسن تو آمریکا زندگی کردنه. خب بیایم ما اینجا توی پوشه لایو ببینیم که اون دیروز به شازده وکالت دادیم و پاسخی به رضا پهلوی، این آقای سیدی، نمیدونم این هومنه یا همنه، سیدی قبلا میمد تو تلویزیون ها تا فهمیدن چجوری نظرش به اصطلاح اونو حذفش کردن. این بنزین در این رو هم من به شما نشون بدم. بله ببینید دوستان، این آقای زبل من از اولش بیارم. آهان، یه اشکال دیگه که اینستاگرام داره، وقتی به شما ویدیو نشون میده به شما اجازه نمیده این ویدیو رو بیاری، یعنی تایملاین نداره، باید بزنی از اول اینجوری بشه. اوکی حالا میزنیم صداشم. اگه میخواییم ببینیم توی بنزین آب پاکی داره یا نه، با که بنزین رو پر میکنیم، لب به لب یک کمی سریزم بشه، بعد یک فندک میزنیم. خب معلوم شد که بنزین خوبی به این احمق فروخته بودن، ولی این با این ویدیوی احمقانه که درست کرده، ولی من فکر میکنم این ویدیو آخرش فیکه. اولا این ماشین رنو اینا میدونم مالکیه، این مالکی ماشین افتضاحیه. دوما وقتی ماشینتون رو بنزین پر میکنید، مخصوصا با این بنزینایی که اگر چیز کنید اینجوری فنر داره خودش وای میسه، اینا پیشنهاد میکنن که شما تاپش نکنی، دوباره قطره قطره اضافه نکنی که یا پولتون ردیف بشه یا لیترتون ردیف بشه. اینا این میگه اگه این کارو بکنید به موتورتون صدمه میزنید. ولی این احمق اینجا بنزینو که پر میکنه هیچ، میگه یه کم هم لبریز بشه یه مقدارم میریزه اونجا رو کثیف میکنه و اینها. و من یادمه یه دفعه وقتی داشتم بنزین میزدم تو ماشینم، یکی از راننده های کامیون ما اون بغل گفت که سوربی تو چقدر خسیسی، این قطرهای بنزینم نمیذاری بریزه. گفتم برای که من میدونم برای هر یه قطره بنزین اینجا چند تا جوون توی مملکت من و توی میدل ایست توی آفریقا کشته میشن. و از اون روز اونم گفت من حالا فهمیدم چه باید بکنم دیگه، نمیدونم یس یا نو. این ویدیو امتحان بنزینم بهتون نشون دادم، امروز خیلی با سرعت دارم پیش میرم. سوربی آدرست کجا رو گفتم، اون جوان 28 ساله اگه یه وقتی مایل بود، این شهامت رو داشت، این جرأت رو داشت که بیاد مشکلش رو با دیگران در میون بذاره، من حاضرم به ایشون یه ساعت وقت مجانی بدم. در تلویزیون مردم وقت مجانی وجود نداره، there is no free lunch. آمریکایی‌ها بهت میگن، باورتون میشه اینایی که انقدر از فریدم و آزادی و اینها صحبت میکنن، اولین چیزی که به شما میگن، میگن there is no free lunch. توی آمریکا نهار مجانی وجود نداره. حالا ایران هر جاش بگردی یه نهار مجانی پیدا میشی، یه روز نمیدونم کشتن امام حسین، یه روز کشتن امام علی، یه شبونه نظر و نیاز و الی آخر. ولی اگر این آقا خواست که من حتی اسم و ایناشم نپرسیدم، برام مهمم نیست، میتونه بیاد شروع کنه حرف بزنه که چی شد تو زندگیش اینقدر عصبانیت، حتی از کسایی که نمیشناسه، حتی از کسایی که از طریق به اصطلاح دنیای مجازی باشون آشنا میشه. یس هلو روزی 100 تا از این نشنال پلیس اسوسییشن از این بیمارستان قلابی بهت زنگ میزنن. ببینید این مرده که چقدر احمقه. من و تو که تا صبح روز قیامت هی نباید بگیم هلو 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 هلو. من از این ور که میگم هلو یعنی تلفن رو ورداشتم، ارتباط برقراره، شما باید شروع کنی حرف بزنی. ناگفته نماند
این تلفنایی که اینا استفاده میکنن 20 تا 30 تا شماره رو با هم میگیره، یعنی وقت من و شما ارزش نداره، وقت ایشون ارزش داره. 20 شماره رو با هم میگیره، اونی که زودتر جواب داد به این وصل میشه. حالا تا بیاد رو کامپیوترش و ببینه که به سربی وصل شده چه دروغایی باید به این بگه یکم طول میکشه، ولی انقدر شعور نداره که شروع کنه صحبت کردن، هی نگه هلو 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 هلو. و اینا رو دوستان بهترین کار اینه بلا فاصله که قطع کردین اون شماره رو بلاک کنید. البته اینا دفعه دیگه با یه شماره جدید صحبت میکنن، ببینید میزنی ریسنت، شماره که اومد ریسنت، بله این بود شمارهش 757، هر آشغالی میارینش اینجا میزنید بلاک دیس نمبر، یعنی اقلن یه شانس کمتر میشه. و من اون وقتا یه درسی بود تو ریاضیات که مثلا میگفتن اگه 10 شماره باشه شانس این که چند بار این نوشته بشه تو نوع مختلف ولی تکرار نشه چقدره. از خودتون سوال کنید این ماجرای تلفن الان که دیگه ما ایریا کد هم نمیگیره چجوریه که مثلا مال من 202695 این شماره رو گوگل هزاران شماره مجانی به این اون میده. اینایی که سوء استفاده میکنن میلیون ها بار تلفنشون عوض میشه. این به کجا میخواد برسه؟ کی میخوان روی این اقدام کنن، استاپ بذارن؟ مخصوصا حالایی که دیگه ما تلفن خونه نداریم، هر کی تلفن داره این تلفن همراه یا در حال رانندگیه یا سر کاره. و یه سازمانی درست شد به نام Do Not Call Center، یعنی زنگ نزن به من. قرار بود شما بری اونجا این شماره رو بدی اونا بهت زنگ نزنن. البته کلیساها مستثنا هستن، نمیدونم چیزای خیریه مستثنا هستن، اونای دیگه خب این که شد همشون. آقا من نمیخوام کسی به من زنگ بزنه، من اگر خواستم به دیگران زنگ میزنم. اینو شما نمیتونی تو آمریکا داشته باشی، باورت میشه؟ شنیدم تو آلمان و اینا خیلی کمتر، ولی تو ایران شروع شده بود و خیلی افتضاح، خیلی هم جوک ساختن بهش، خیلی راجع به چیز ساختن. خب من نمیدونم چه ساعتی شروع کردم، بذارید اینجا ببینم که میگه که ما 1:08 هست که برنامه‌مون به اصطلاح زنده بوده، ولی من برنامه رو زنده گذاشتم که همین صفحه اینی که بهتون میگم، ببینید چقدر قشنگ اینا پیدا هستن، اینا اینو درست کنم یکم طول کشیده، حالا اب نداره. خب یادتونه توی ایران یه چند تا بانک یا ورشکست شدن یا پولای مردم رو برداشتن فرار کردن و هی ما گفتیم مال باختگان، هی اومدن گفتن آقا این چه دولتیه. باورتون میشه تو آمریکا سیلیکون ولی بانک رفت پایین، یه بانک دیگه رفت پایین که دیروز گفتن اگه ما دوباره همون ماجرا، اگه ما دوباره نمیدونم 300 بیلیون، باور کنید من این بیلیون میلیون، مخصوصا ما ایرانی ها چون یه عدد دیگه میگیم، میگیم میلیارد و فلان اینا، قاطی کردم اصلا نمیفهمم کجا به کجاست، ولی اینو میدونم سال 2008 همون اوائلی که اوباما اومده بود بانک ها رفتن پایین، گفتن ما اگه این بانک ها رو پول بهشون ندیم اصلا یه بلبشوی میشه که نگو و نپرس، مجبور شدن یه پول هنگفتی به اینها دادن که هم بعدش هم فهمیدن آقا اینا خودشون اومده دادن 200 میلیون فلان حقوق برش دادن بونس، الان همون ماجرا هست. ولی شما هیچ جا دیدی کسی بیاد تو خیابون بانک آتش بزنه؟ هیچ جا دیدی کسی بیاد فوش بده؟ هیچ جا دیدی کسی بیاد از دولت طلبکار باشه؟ اونم دولتی که خودشون انتخاب کردن، نه دولت دیکتاتوری مذهبی. برای که ما بلد نیستیم. آقا تویی که به طمع 25% اومدی خونت رو تو آمریکا گذاشتی، وام گرفتی، پول رو بردی گذاشتی تو ایران که سالی 25% بهت بدن، به خیال خودت سالی 5% بدی به این 20% رو بذاری تو جیبت، حالا خونت رو تو خارج هم بنداختی به خطر. بانک‌ها توی آمریکا چند تاشون رفتن پایین، خطر ریسیشن هست. این دو سه تا چی داریم، یکی ریسیشنه یعنی کند شدن و اینای اقتصاد، یکی
دیپرشن اقتصادی است که اصلا اون خیلی داغون میشه، مثل 1920 و 30 و اینا میشه که مردم تو صف وای میسادن برای نون و سوپ و این چیزا. برید این دیپرشن یا ریسیشن آمریکا رو یه مطالعه بکنید، بعدا بیاین با هم صحبت کنیم. اینم از این ماجرا. بانک ها رفتن زیر آب. اینجا وقتی یکشون چی میشه، نمیگن فرار کرد آقای خاوران رفت کانادا، میگن بانک رفت زیر آب. هیچ اسمی هم نمیاد. کی بودن اینا؟ اینا کیا بودن که پولای خودشونو برداشتن ولی به مردم نگفتن؟ البته تو آمریکا شما وقتی پول میذاری تو بانک، ببینید دوستان، پول میذاری تو بانک با رفته باشی سهام بانک رو خریده باشی فرق میکنه. اونی که سهام بانک رو میخره میشه اینوستور، سرمایه گذاری کرده. من و توی که 10,000 دلار خونمونو فروختیم میریم میذاریم تو بانک و هر سالم این پول کمتر میشه، ما سرمایه گذاری نمی کنیم، ما مشتری های بانک هستیم. بماند میگن پول مشتری ها از بین نمیره، البته اونم تا 250,000 دلار. حالا کی بیشتر از 250,000 دلار داشته باشه بذاره تو بانک، اون دیگه بماند و اون یه بحث و یه تاپیک جداست. ولی بانک ها توی آمریکا الان دوباره مشکل شروع شده، ببینیم چی میشه. خب من یوتیوبم رو دوباره به شما نشون بدم و اینو بیشتر با شاهین کلکل میکنم وقتی چیز دارم که آقا ببین مثلا 500 و اینقدر، هر جا میزنم یه خبریه که باید بهتون خبر رو نشون بدم و بخونم و بیاریم اینجا. بذارید این خبر رو دوست خوبمون آقای بیژن جعفری فرستاده، میگه که تعدادی از بازداشت یک پناهجوی ایرانی به دست پلیس ترکیه. بعد میبینید که خانمه رو چجوری اون دوتا خانم پلیس گرفتن و دارن میبرن. تعدادی، بذارید میتونم بزرگترش کنم یه لحظه. اوپ ساری، این بود، ساری. بله اینجوری کنترل بزرگتر میشه. نه یکم اوکی. بله میگه که تعدادی از پناهندگان ایرانی ساکن ترکیه روز جمعه 26 اسفند ماه، یعنی امروز، در گفتگو با ایندیپندنت فارسی خبر دادن که طی 2 روز گذشته پرونده بسیاری از پناهندگان ایرانی که قبل از سال 2018 در آزمون ادارات سازمان ملل در ترکیه قبول شده بودند، از وبسایت این سازمان در ترکیه حذف شده و حالت پناهندگی ایرانیان اینان به پناهجویی تغییر یافته است. از سپتامبر سال 2018 که روند رسیدگی به پرونده دیگه الان نمیتونم این هرچی، در صورت ایرانیان اونجا دوچار مشکل شدن. یادمه ما یه دوستی داشتیم توی آلمان، این بنده خدا یکی دو بار راه افتاده بود رفته بود یونان، کلی خرجت میشه تا قاچاقچی پیدا کنی، حالا یا با کشتی یا با سبزمینی هوایی هرچی. خلاصه هر دو مرتبه گرفته بودنش، با سلام و صلوات برش گردونده بودن. میدونی هر دفعه برت میگردونن بعض از تعهد میگیرن که دیگه این کارو نکن، یه جورایی حقیقتا میری زیر سوال. خب من این چیزارم بردارم، بیایم اینجا یک کمی این نوشته ها رو بخونیم، خیلی جالبه. نوشته در این کتاب فروشی کتاب های زیر از عمد موجود نیستند، یا عمدن موجود نیستند. سیندرلا و سفید برفی، یا سفید برفی، لطفاً گوسفند نباشید. چه کسی پنیر مرا دزدید؟ قورباغه‌ات را قورت بده. قانون جذب و کار ما، زنان ونوسی، مردان مریخی. این یک کتابیه که Women are from Venus، مردان Men from Mars، این بعد ترجمهش کردن تو ایران. و زنانه رفتار کنید، مردانه فکر کنید. من برای اون دوستی که اونو فرستاده بود گفتم خب فکر نمی کنید که همین یه نوع سانسوره؟ یعنی یه زمان آقای کسروی میاد به من و شما میگه چی بخون چی نخون، باقی رو خودش آتیش میزنه. یه زمانی شاه میاد، یه زمانی شیخ میاد، حالا اینترنت، حالا کتاب فروشی. آقا کتاب فروشی
شما میتونی یه بخشی درست کنی مثل اینجا که مثلا تو فروشگاه ها مجله های سکسی، کتاب های سکسی، یه جایی که بچه ها نبینن یا اونایی که نمیخوان نبینن، روش مثل کاغذ گذاشتن. کجا داریم میریم من نمیدونم. اینم اون روز خوندم، یه بار دیگه براتون بخونم، برای دوستانی که به خدا باور دارن. میگه باور به خدا مثل پیدا کردن اسکناس 100 دلاری تقلبیه، باعث خوشحالیت میشه تا وقتی که تصمیم میگیری بری و خرجش کنی. اینم از این. امروز اینا رو یکی یکی پاک میکنم. یه آگهی که من هر وقت خوندم دو سه بار خندیدم، حالا برای شما میخونم. بذارید من اینو بزرگترش کنم. بابا خیلی کارمون درست شده. بله، وسط آگهی های مردی 45 سال ساکن لندن، شماره تلفن این اون، این آگهی هست. نوشته که ایشون خانمی هست، تحصیل کرده، زیبا، با موهای مشکی و بلند، چشمهای مشکی، اندامی مناسب، کمری باریک، کاملا معاشرتی، دارای آپارتمان و ماشین آخرین مدل و با وضع مالی عالی، که حاضر به ازدواج با هیچ مردی نیست. فقط آگهی دادم که دلتون رو بسوزونم. اینم از این چیزهای قشنگ. توی ببینید، شما میتونید توی به اصطلاح وبسایت و صفحات مجازی چیزای قشنگم پیدا کنی، چیزای قشنگم بنویسی و بخونی و اینها. و اما اینو باز آقای شاهین غلامرضایی گذاشته. فکر کنم این خیلی بهتر شد اینجوری. همون این بالا اون کسی که گذاشته نشون میده February 18، و میگه شوهرش تمام اموال هلال احمر را بار، این خانم مهناز چیچیه که میگفتن اون وقتا شکل گوگوشه، مهناز افشار، توی مسابقه هم اومد شرکت کرد. این داستان مسابقات و اینها هم واقعا خیلی دیگه حالا کارش از حد گذشته. هر روزی یه خواننده جدید میاد میشینه و حالا چه صلاحیت داشته باشه چه نه، برای دیگران تصمیم میگیره. نوشته شوهرش تمام اموال هلال احمر را بالا کشید، زد به اسم مهناز افشار، اونم طلاق گرفت. مثلا الانم پسر آلمان آمده آلمان سر مال و اموالش، اینم مثلا هنرمند. همه شد مثلا مثلا. بله، اینم خانم افشار که تا مدتی پیش با روسری و اینها میگشت و بعد این هم بی روسری شد. باز بیام اینجا ببخشید حاجی کمی از این پولا رو بدیم حاجی کمی از این پولا رو بدیم به نیازمندان. نه اولا، این پولا رو خود همونها ریختن اینجا. پرسودترین شغل در دنیا تجارت دین است، تجارتی که سرمایهش دروغ و ریا و مشتریش نادان و عقب افتاده است. عزیز نسین این رو گفته. عزیز نسین یه به اصطلاح نویسنده ترک بود که هم شعر رو اینها میگفت و همین طنز. دوستان اگر در فکر راه اندازی یک پورتال خبری هستید، سایت مردمریپورت.com به فروش میرسه. مردمریپورت.com. بعضی ها ممکن بگه آقا دیگه این روزا کی سایت استفاده میکنه؟ هنوزم خیلی ها هستن که سایت استفاده میکنن، چون میدونن که تخمرغاشون رو نباید تو فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام بذارن، چون اونها هر وقت دلشون بخواد میتونن ببندن و شما رو بندازن بیرون. و اما اینم تحویل سال. از بس با پتیک گشتم منم دیگه آرمانی صحبت میکنم. خب، تحویل سال 9402 شمسی به وقت نیویورک، نیجرسی و این کانتیکت هست. بعضی از ایرانی ها همون جوری که مینویسن میخوننش غلطه، مینویسن کنتیکات، این کانتیکت باید بگیم. خود منم اولا میخوندمش کانتیکتو، نمیتونستم تلفظش کنم. به وقت نیویورک، نیوجرسی و کانتیکت دوشنبه 20 مارچ ساعت 5:24 بعد از ظهر و نوروز 23402 نهیزم این نوروز 20 ها میپشادم بشه اینجوری بگیم. در صورت 20 مارچ هم بنده در سفر هستم. بنده از روز یک شنبه میرم مسافرت تا
بعد این هم ساعت 11 تا 5 برنامه هفته قبل بود براتون گفتم، خیلی از دوستانم رفته بودن میگفتن خوبه. و اما شما میدونید که من بارها گفتم این آقای مصدق یا فرزاد پارسا دوست خوب ما که شرکت بیمه داشت و این هم عمه ایشون خانم فرخروی پارسا، و باورتون میشه که این حکومت واقعا از همون اول خر تو خر بود. بعض وقتا میشه بگی شیر تو شیر بود بعد خر تو خر بود، ولی این از همون اول خر تو خر بود. از اتهامات فرخرو پارسا رابطه نامشروع با یکی از زیردستانش بود. در آخرین دفاعیاتش گفت میدانم که زن هستم و برای همین مورد تهمت‌های زشت قرار میگیرم. حاکم شهر گفت اگر شاکیان نتوانند ثابت کنند مجازات میشوند. فرصت به راستی آزمایی نرسید. 4 روز بعد فرخرو پارسا را در حالی اعدام کردند که حتی خبر حکمش در رسانه ها منتشر نشده بود. این دادگاه‌های چند دقیقه‌ای که میشه گفت بی دادگاه بودن. مردمی که نرخ مطالعهشان یک رقمی است، خود را در هر زمینه صاحب نظر، خشونت کلامی را برتری فکری، نقدشون را دشمنی، نفرت و کینه را موتور تغییر، با 2500 سال سابقه استبدادی خود را دموکرات، پیشرفت و ترقی را بازگشت به عقب می‌دانند، راه درازی تا تمدن دارند. بله. خب اینم نوشته که پیمان دادخواهی 82 خانواده و کنشگر دادخواهی. دوستان از امروز یه قلم کاغذ برداریم، اسم جنبش‌های مختلف، اسم دانشکده‌های مختلف، اسم سازمان‌های مختلف، اسم سازمان‌هایی که ادعای مبارزه سیاسی، فرهنگی، نمی‌دونم نظامی، اینا رو بنویسید، بعد ببینید اگه از 82 میلیون نفر بیشتر نشد، هر کدوم از اینها یه نفر یا ماکسیموم 3-4 نفر داخلشونن و حرفشون هم اینه که با هیچ کس نمیخوان جوین کنن، به همه میگن همه با هم، ولی منظورشون همه با همه. نوشته ما امضا کنندگان این پیمان با پایبندی به تمام کنوانسیون ها و میثاق های جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر از امروز تا آن فردای امید پایبندیم به پیمان دادخواهی 82 خانواده و کنه. یادمه این آقای چیز خیلی اکسایدت شده بود، هیجان زده شده بود با نوشته اون 14 نفر. بهش گفتم آقا حالا یکی یکی هم دارن میمیرن، اون دکتره بود فوت شد بیچاره، شده 13 نفر. اینم وقتی که اون یوز پلنگ به اصطلاح از دنیا رفت این عکس‌ها رو ساخته بودن، ولی تا امروز فرصتی نشد ما به شما نشون بدیم. بعد مسخره هم میکردن. این چیزی بود که گفتم وسط برنامه زنده امید نادان براش فرستاده بودن و اونم فکر کرد یک کسی، حالا دیدی که همه اینها میگن ما تو ایران مأمور داریم، حتی توی سپاه پاسداران. امروز دیدم آقای صبری حسنپور نوشته بود گروه های نمیدونم کنگره ملی. گفتم آقای حسنپور خودت خراب نکن، تو هم مثل این مثل چی کانون شورشیان اینا، بابا دروغ نگین، بگین من 5 نفرم منتظر نفر ششمی هستم، ششمی که اومد بگین 6 نفرم منتظر هفتمی هستم. اینا میگن نه، اگه بگین 5 نفرم کسی ما نمیپیوندن. خب بگی 2 میلیونم میپیوندن، خب از چی میشه؟ اینا یه نفر براش فرستاده بود، نوشته بود تصویر رادیولوژی پیروز که دکتر قزنفر منتشر کرده نشان میدهد که پیروز با ضربات باتون کشته شده، جان دکتر قزنفر به خاطر انتشار این تصویر در خطر است، صدای دکتر قزنفر باشیم. اون احمق هم خوند و به اصطلاح داشت چیز میکرد که بله بیان کمک کنید به دکتر قزنفر. میگه که این خیلی جالبه دوستان، من به انگلیسی براتون میخونم. نوشته if you don't like your refugees coming to your country، اگر شما دوست ندارین پناهجوها بیان کشور شما، خب stop voting for politicians who love to bomb the shit
out of other countries. میگه پس توقف کنید رأی دادن به سیاست مدارانی رو که میگن بریم کشورهای دیگر بمبارون کنیم. خب بمبارون کنیم اونایی که میتونن در میرن و میان. دوستان از این آقای رضا نوروزی بیچاره چه خبر؟ واقعا چه خبر؟ بیچاره‌ای که اومد ماشینشو آتش زده، البته اون پشتش تو قسمت وانتش مثل یه چیزی گذاشته، بشکه یه چیزی آتش می‌زده. حالا خدا کنه ماشینشو آتش نزده باشه. اگه کسی با این پیکاپ نیسان آبیا داره پول در میاره، دیگه خیلی باید نادان باشه که راه سرمایه در آوردن. حالا اصلا با زن و دو تا بچه اومده نوشته که برای رضا نوروزی که آن روزی که هنوز برای گفتن مد نشد، که هنوز برای این شعر است مد نشده بود، فریاد زد که برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی می‌جنگد. همسرش شال از سر برداشت و در شهری که خاموش و تاریک بود آتشی برافروخت. خب بعدش چی شد؟ اینم عکسای رضا پهلوی بعد از اینکه اون یوز پلنگ و چیز کردن و ایشونم ادعا کرده بود یه چیزی نوشته بود آوردن که خرس کشته، باباش پلنگ کشته. من یادمه عموی این وقتی اومد شیراز، پدر من میگفت که از طرف قوام باید اینا رو ببریم دشت ارژن، بعد محلی های دشت ارژن اونجا رو میبندن، از اون طرف شروع میکنن با تبل و اینا میزنن که این حیوانات وحشی بیچاره بیان به این طرف. این آقا که نشسته اونجا تو قهوه خونه داره چای میخوره بلندش تق و تق اینا رو بکشه، بعدم ببرن با خوشحالی بگه دو تا کشتم، شش تا کشتم، هشت تا کشتم. این برادر شاه بوده، این خود شاه بوده با ثریا فکر کنم باشه، حالا دیگه فرر رو نمیدونم اهل شکار بوده یا نه، ولی این نرخر تو این سن و سال. اتفاقا یه ویدیو هم هست اگه کسی داره لینکشو بذاره که ویدیو گذاشتن که شازده رفته شکار، گفته امروز صبح میخوام بریم دنبال این خرس، بعد ببینید هم خرس هم گوز هم پلنگ. این خانواده به غیر از اینکه ملت ایران رو زخمی کرد و تیر زد و داد دست آخونده و فرار کردن، حیوانات وحش رو هم اینجوری از بین بردن. حیواناتی که احتمالاً اینا از اونایی هستن که چی هستن، حالا سوار بر اتوبوس. البته اون عکسی که آقای فهمه سخن گذاشته جالب تره، چون میدونید که مسیر رو گذاشته راننده اتوبوس، اون آقای معتدی رو گذاشته اینجا، گفته رضا پهلوی رو چون به همه میگه بله قربان بله قربان، فرستادنش اون عقب وایس فریاد بزنه نمیدونم پهلوی آزادی این این و الی آخر. و خیلی هم قشنگ نوشته، مقاله قشنگه. میدونید تازگی کارت اینجا وقتی سیتیزن میشی، شهروند آمریکا میشی، یه کارت انقدی بهت میدن که نوشته کجا دنیا اومدی چی اینها، و تو اینم نشون داده که مسیح علی نژاد کشور قبلیش رو نوشته یا ثابت شده UK. دوستان شما فکر کنید این زنی که تو مجلس میرفت میمد، این زنی که برای خاتمی آهنگ میخون، چجوری به این سرعت شهروندی انگلستان گرفته، چجوری به این سرعت شهروندی آمریکا رو گرفته. حالا این کاغذ درست یا نه نمیدونم، ولی یه کاغذی هم منتشر شد که نشون میداد رضا پهلوی هم توی ورقه شهروندیش گفته بوده که کشور نامعلوم، قرمسخ کشور نامعلوم، تو ایران دنیا اومدی بگو ایران. چرا اینجوری میگه؟ میگه این را نگم ایران که یه وقت فرودگاه که میرم و میام ممکنه مثلا یه ساعت منو نگه دارن. آقای انصاری یه داستانی تعریف میکرد که اونایی که همراه بودیم با این همه نگران بودیم، این خیلی خوشحال اومد در صورت که به ما گذاشتن بریم اینو نگه داشتن. آقای انصاری هم این روزا نمیدونم چرا، امیدوارم تهدید نشده باشه، اگه تهدید شده امیدوارم نترسیده باشه، چون وقتی بهش میگیم صحبت کن میگه چون الان همه حساس هستن صحبت درباره این مناسب نیست. شما یه زمان به من نشون بده که همه ایرانی ها حساس نباشن و یه زمان نشون بده که ما بگیم در این زمان حساس. نمیشه، هممون میگیم زمان حساس. اینم یه عکس دیگه یا کاریکاتوره برای اونایی که به اصطلاح کاریکاتور رو میفهمن قبول دارن که اگر حکومت های دیکتاتوری
اجازه میدادن مردم کاریکاتور بکشن، شوخی بکنن، طنز بگن، فحش بدن. شما ببین همین خامنه ای با دیکتاتوریش باز گفته اینایی که بهش فحش میدن ولشون کنید. در هر صورت اینم شوالیه‌ای هستن که یکی سوار یابو و خره، یک سوار اسب، ببینیم شما رو به کجا خواهند برد. اینم باز برای مانی خورسندی که دلش خنک بشه که آقا از نظر من این شازده عقب افتاده با این پیر مرد عقب افتاده فکری هیچ فرقی نداره. هر کی فرق ولی و وکیل رو پیدا کرد جایزه داره. هر دو به پاسدارها تکیه دارن و این کاریکاتور خیلی قشنگه، هر کس کشیده بزنیم بره. و اما دیدید جدیدن باز آقای پنس میره با مجاهدا و اینها، مجاهدا توی سالن‌های مختلف این ور اونور میرن و اینها، و اما اینجا نوشته کوله بار این جنایات ساواک، جنایات شاه، جنایات رضا شاه، و اینجا نوشته قوانین سازمانی، بمبگذاری ها و ترورهای دهه 60. این دوتا دیکتاتور دارن به هم واق واق میکنن، میخواد بگه که فرقی به هم نداری. و اما آقای افشین عرابی اگه اشتباه نکنم اینجا نوشته ای رو گذاشتن، جا داره تشکر ویژه‌ای از جناب پهلوی داشته باشیم به خاطر زمانی که ایشون در طول 27 روز گذشته با ایجاد شوهای پوچ تبلیغاتی در اختیار رژیم خامنه‌ای خائن قرار داد و باعث فروکش کردن خشم مردم در خیابان‌های ایران شد و تمام مبارزین آزادی‌خواه را از خیابان به خانه گسیل کرد. سکویی میدونید من باور دارم این مرد دیوونه است، اصلا منتالی باید خودشو نشون بده. یکی دو بارم باهاش کلکل کردم رو رادیو تلویزیون اینها و من بهش میگفتم سگ کوهی، ولی یه حرف درست زد. گر رضا پهلوی با این اشتباه آخری که کرد، یا اشتباه یا عمدی، مردم رو فرستاد تو خونه، حالا مردم از پشت پنجره ها نگاه میکنن. اینم عکسای همسر شازده که این آقا ماساژش میده، یوگا بهش میده. من نمیدونم دوستان کدام یک از شما معلم یوگاتون زیر یه چتر اینجوری اینجا یه بار سرش خم کرده، اینجا یه بار دستش گذاشته روشونه ای، اینجا یه بار دیگه، اینجا یه بار دیگه در آغوشش کشیده. حالا شما هر چی دلتون میخواد بگین، ولی بیغیرتی تا کی؟ اینم من نمیدونم قیچی با دست رضا پهلوی باشه یا رضا پهلوی هم قبلا خیانت کرده، چون این خانم چاقو، ببخشید چاقو برداشته، یاسی خانم که ترتیب رضا پهلوی رو بده. اینم آقای رضا پهلوی با سلاح جدیدی که ساخته، موشک های زمین به هوا، سرش میکنه زمین، کونش به هوا، دخترشو همسرش گرفتنش که شلیک کنه به طرف آخوندا، فقط باید قبلش دیزی خورده باشه. و اما فوری نیوز این عکس گذاشته، نوشته فعلا تیتر این باشه: تروریست ها پیرزن بیچاره رو به اسارت بردن. من نمیدونم، اینو به نظر میرسه منظورش اینه که این دو نفر دارن به این پیرزن کمک میکنن، ولی چون ایرانیان تیترش مینسه اونجوری. بعضی وقتا این تیترهای اینجوری که میاد حتی ما رو هم گیج میکنه، ولی این یکی خیلی جالبه. دیدید شما وقتی میرید سر کلاس ریاضی و اینها شروع میشه، خب درس ها خیلی ساده است، 3 به علاوه 2 میشه 5، نمیدونم 5 به علاوه 6 میشه 12، بعد میگه موقع امتحان که میشه انقدر میریزن زیر رادیکال، جذر این به اضافه جذر این چند میشه. اینم از بی‌انصافی معلم هاست. و اما دوستان اینایی که هنوز واقعا یا ابلهن یا خودشون زدن به بلاهت و فکر میکنن دوران شاه دوران به اصطلاح گل و بلبل بوده، ببینید نوشته اهداء املاک سلطنتی ورامین به دهقانان آن منطقه سال 1331. نگاه کنید دوستان، این یک ایرانیه.
کوتش رو نگاه کنید، از این کوتای ارتشیه که سر نمیدونم تو شیراز گودربون تل علافا، کفشش رو نگاه کنید، اون وقت این شاه رو نگاه کنید. یک سال قبل از کودتا، واقعا ننگ بر شما. اگر اینم باز عکسای دیگه از این شاه که اینجا نمیدونم خوک وحشی زدن و این و اینها بماند، خودشون هم خوک وحشی هستن، اینم آقای شاه، مثلا طرفدارای شاه این عکس ها رو میفرسن میگن نگاه کنید چقدر خوش تیپ بوده. خب معلومه پوفیوز، وقتی این پول میده نمیدونم به انگلستان، پول میده به فرانسه، پول میده سوئیس، اونجا آپارتمان میخره میره اونجا زندگی میکنه، لباساشون هم از اونجا میاد. ولی احمق، از خودت بپرس وقتی این لباس اینجوری میپوشید مثل هنرپیشه، یقش اینجوری مینداخت، مردم ایران کجا بودن؟ این خانم وقتی اینجوری لباس میپوشید، دست میذاش به کمرش، فکر نمیکرد که زنان ایران دارن چجوری زندگی میکنن؟ ای ننگ بر شماها، ای ننگ بیشتر بر آخونده که اگر یک کم خوب بودن، اگر اینقدر دروغ نگفته بودن، شماها سوراخ بیرون نمیمدین تا بمیرید، تا خفه بشید. و اما اینم یه عکس دیگه نوشته دکتر مصدق گفته بحرین جز لاینفک ایران است. و محمد رضا اسلام پناه شاه ترسو گفته بحرین با توجه به اینکه ذخایر مرواریدش به پایان رسیده است، از نظر ایران اهمیتی ندارد. ایران از حاکمیت خود بر بحرین صرف نظر میکند. مال ننت بوده، مال بابات بوده. بعد پایینش نشده یک، تعلق دکتر مصدق در دوره 16 شورای ملل جلد اول دفتر دوم صفحه فلان، دو، مصاحبه شاه با روزنامه گاردین لندن. یعنی مستند ها، فکر نکنید سربی این از خودش در آورده. اینم بوسه شاه بر چهره پلید این آخوند آیت الله کاشانی. آیت الله کاشانی که یک زمان با مصدق بود، ولی تا دید مصدق میخواد بره به طرف جمهوری و دست این آخونده رو از مشروطه نیست دوستان، مشروعه هست، کوتاه کنه، بفرمون. بوسه شاه برگرده جاسوس انگلیس آیت الله کاشانی به نشان سپاس از ناجوانمردی او در حق مصدق و به ثمر رسیدن کودتای 28 مرداد. ببینید چه بوسش میکنه. شما اگه تونستید یه عکس گیر بیارید که شاه اینجوری بچه هاشو بوسیده باشه. شاه اسلام پناه، اینم از این. و اما بله، این مشکلات مردم را به سطوح آورده، وقت آن است اقدام عاجلی برای برداشتن این دردها از دل طبقات محروم به عمل آید. گرانی، دزدی و فساد، حقوقها و قیمتها، تبعیض و اشکال تراشی در دستگاه ها، مسئله گوشت، موضوع برق و تلفن و آسفالت، مشکل تحصیل، چگونگی تفریح مردم و بسیاری مسائل دیگر و چند کلمه درباره هر یک از آنها. دوستان، این روزنامه مال زمان شاه است. اونایی که هی گفتید هویدا و گرونی و فلان، که ما اون جلسه بهتون نشون دادیم، و اما حالا جمعه است بریم سر شوخی، نوشته که بله، میگه این هم طرز لباس پوشیدن خانم ها یا شورت خانم ها از سال 1900، 1940، 1980، 2000 و این هم 2020. و اما خب اینم یادتونه که چند مدت پیش گفتن برای اونایی که میان از خارج ایران، ما میخوایم یه سیم کارتای درست کنیم. سیم کارت این قسمته است، ولی برای که گمگور نشه با یه کارت بزرگتر میاد، شما اینو میشکنیش میذاریش تو تلفن، یعنی جداش میکنی میذاریش تو تلفنت. سیم کارت توریستی بدون فیلتر مخصوص شهروندان درجه یک، نوشته خاردار سل، ایران سل و اینها هست. توریست عزیز، ممنونیم که خار ندارید. اینم از این، اینم پاک کنم، عکس ها داره تموم میشه کم کم. خیلی خوشحالم. میگه به من مربوط نیست، من سیاسی نیستم، خدا رو شکر سوراخش سمت ما نیست،
تصویری ناراحت کننده از جامعه امروزی ما، چیزی که همه ما ایرانی ها به همدیگه میگیم، چیزی که مثلا سعید کاووسی از صبح تا شب به این و اون میگه ولی نمیدونه که خودش هم یکی از همین هاست، جدیدن قبول کرده که خودش هم یکی از این هاست. و اما میگه که سفیر هنگام زیارت حرم در ایران سر تا پا چادر و حجاب میگذارد، در حالی که زنان برای آزادی خون میریزند. اینم کشورهایی که شما بهشون امید دارین، دستتون رو بذارید روی زانوتون و امید به خودتون، به پاتون، به ستون بدنتون باشه. این خیلی جالبه، خانمی به نام رازیه، همه اینا هم که میدونید ایرانیان هستن، ایرانی هستن، نوشته چرا نمیریزین تو خیابون؟ چرا نشستین تا این رژیم کثافت زده هر بلایی میخواد سرتون بیاره؟ میدونم الان میایین فوش میدین که خانم دکتر از ناف کالیفرنیا برای ما نسخه نپیچ، ولی من مادرم رو تخت بیمارستان تو کماست و نمیتونم بیام شب بغلش کنم و دستش رو بگیرم. برای براندازی این رژیم به اندازه خودم هزینه دادم. چه هزینه دادی؟ شاید چیزای دیگه ای رو که دادی به جای هزینه آزادی حساب میکنی. و اگر میدونستم که بیام ایران مستقیم نمیبرم زندان، میومدم و توی خیابون انقدر میموندم تا یا بشکنم یا به کاری بی. برو خانم برو، اونای دیگه هم همین دلایل داره. اینم که نشون دادم در ترکیه، نگاه کن کارم خوبه، عکس گرفتم جدا گذاشتم اینجا. بله، در ترکیه شروع کردم به ایرانی ها عذاب دادن، اینم چون جالب بوده دوبار عکس گرفتم پاکش کنم. دوستان این یه بار دیگه بهتون نشون میدم، این ویدیویی که دوستان فرستادن از کمک به افرادی که نیاز به کمک دارن. و نمیدونم، ما دوبار هی میزنیم صدا این بیاد صدا نمیاد، چرا؟ اینجا بله. دوستان خسته نباشید، دستتون درد نکنه، موفق باشین و اصلا به حرف اونایی که شما رو ناامید میکنن و به اصطلاح میخوان کار شما رو کوچیک نشون بدن اهمیت ندین. چرا در این خیزش تنهاییم یه بار دیگه هم نشون دادم، چرا در کشورهای دیگر در این خیزش مردم رو حمایت نمی کنن. هممون می دونیم آمریکا باید 120 میلیارد ثروت بلوک شده ایران رو پس بده، ایران دیگر اون لولو ترسناک خاورمیانه نیست و روند ایجاد روابط اسرائیل با کشورهای عربی متوقف میشه، بازگشت مهاجرین ایرانی به وطن، ترکیه دیگر توریسم خاورمیانه رو به خودش جلب نمیکنه و اینها و از این چیزام خیلی زیاده. اینم باز دوباره از عکس این عاشق و معشوق که شما میتونید بگید ایشون مربی یوگای ایشونه، ولی بعدن دیدیم که این آقا پورنستار هست، پورنستار هم از نوع بدش که سکس گرم چجور داشته باشه، سکس تو شرایط مشکل چجور داشته باشه. یه نفرم به اصطلاح تشبیه کرده بود این رو با تاج الملوک، این خانم پهلوی رو با تاج الملوک. داستان تاج الملوک رو هم بخونید، کسی که در سن 24 سالگی با رضا خان ازدواج میکنه و بعد یه مدت که رضا خان رو میفرستن اون جوهانسبرگ و اینها، این نمیره باهاش. ببین اون وقت میره میره مثل که بعد که اون میمیره میره میشه زن یکی دیگه، گویا شیرازی هم بوده اون شوهرش صاحب دیوانی، حالا یکی ها میگن زن خرم بوده که پارک خرم رو داشته، خرم گویا یه عمله گردن کلفتی بوده، ایشون هم عملش دوست داشته هم گردن کلفتی شد. و اینم یکی از دوستان گوه آقا متوجه شدی اینایی که لخت میشن اکثرا زشتن، اکثرا چاقن، حالا این خانم اومده مارک الله رو برداشته فلانش رو انداخته اینجا، لخت اومده زن مساوی مرد. و اینا هستن دوستان که به آخوندا این فرصت رو میدن که آخوندا بگن دیدید ما به شما گفتیم اینا دنبال آزادی و اینها نیستن، دنبال لخت شدن هستن. یکیش این بود، یکی اون خانمه، اصلا اونم معلوم بود یه جوونی بود پریشان حال بود. و اما چون ایام عید هست، دوشنبه روز عید هست، یکی از دوستان نوشته بود عید واقعی از آن کسی است که پایان سالش را که گذشت جشن بگیرد، نه آغاز سالی که از آن بی خبر است. براش نوشتم خب میشه امیدوار بود یا نه؟
اینم یه بار دیگه آگهی آقای مهدی تبریزی، چون همین امروز صبح برای من نوشته بود لطفاً دوباره بگو، گفتم گذاشتم که بگم. بیا اینجا، از اینجا میشه چهارشنبه سوری که گذشت، پس میشه از اینجا یک کم دیگه بزرگترش کنیم. اینم به این خوبی و بزرگی، حسن این برنامه ما اینه که شما اگه از یوتیوب نگاه میکنید، اگه از فیسبوک میبینید، میتونید ویدیو رو توقف بدید، مشخصات رو از روش بنویسید. مرسی که با ما بودید، باز هم با شما خواهم بود، ولی مثل که صفحه ما به 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 آهان اینم یه چیزی از کریم شیره‌ای بوده. آها، یک کتابی دارم دوستان از کریم شیره‌ای، خودتون اگه خواستین رو اینترنت میتونید پیداش کنید، وردارید. اگه نمیتونید پیداش کنید وردارید، میتونید یه ایمیل برای من بزنید، من براتون این کتاب رو میفرستم. 419 صفحه است و دیگه حالا جوکای کریم شیره‌ای رو که میدونید چک آنلاین. اوکی، این از این دو نات شودیز کلوز. بله، اینم اینجوری صفحه به صفحه میتونید بخونید. بله دقیقا نوشت. البته میدونید این کتابه با کیفیت خوبی چاپ نشده، والا الان دیگه کامپیوتر ما خیلی این نوشته ها و اینها رو قشنگ و خوب نشون میده. بازم ممنون از شاهین. شاهین شما به من میتونستی بگی عمو سوربی، من این شاهین آرت مال خودمه، اون شاهین غلامرضایی مال خودمه، چیزای خودم خانوادم اینا رو میذارم، ولی یه صفحه درست کردم به نام رادیو پنگوان، رادیو گور کفتار، نمیدونم از این چیزا، تو اون میذارم که نذاشتی، ولی ممنونم، دیگه لازمم نیست. خب بله، این ویدیو این دفعه بالای 550 نفر 547 نفر یه همچیز گرفته بود، نوشته بود ما هم نمیدونم این ما 12 دلار میسازیم. باورتون میشه اونایی که فکر میکنن بعضی وقتا با تماشای ویدیوی ما یه دفعه ما میلیونر میشیم؟ نه بابا، اینقدر هرس نخوری، اینقدر حسود نباشی. خب ازدواج ششم سیاوش قمینی با خانمی که 35 سال از خودش کوچکتر بود، یعنی آقای قمیشی اگه اشتباه نکنم 78 سالشه، ماشاءالله خوب مونده برای 78، منهای 35 سال، اون خانم همسر 43 سالشه. یکی نوشته بود چه اشکالی داره اگه اون خانم راضی هست شده زن ایشون. دوستان یادتون باشه من و شمایی که امروز فوش میدیم به اصطلاح آخوندا که چرا با دختر جوون ازدواج کرده چنین و چنان، شاه 40 سالش بود با یه دختری که حالا دختر نودر بود ازدواج کرد که 20 سالش بود، نصف سن خودش. ولی اینجوریه، شما وقت 40 سالته این 20 سالته، بعد شما میش 60 سالت اون میش 40 سالش. شما شاه اگه زنده مونده بود شده بود 80 سالش، اون 60 سالش بود، خیلی ابنورمال یا چیز نمیشد. در صورت اونم دله که دل میخواد، ولی یادتون باشه اینایی که مشهورن دوستان از خودتون سوال کنید، اگه مشهور نبودید، اگه پول نداشتید، این خانم عاشقتون میشد؟ نمیشد. پس عاشق شما نیست، عاشق مشهوریتته، عاشق پولته، عاشق ثروتته. این ترامپ عوضی رو نگاه کنید با اون قیافش که مجبور خودش رنگ بزنه، موهاشو از اینجا بکشه بیاره اینجا، با اون وضع فجی. خب اون زنه وقتی اومده زن این شده، گفته آقا برم هی این ورور لخت بشم برای چی؟ میدونید اسکورت بوده، برم لخت بشم برای چی؟ میام زن این مرده که میشم از صبح تا همیشنم تو کنه. نه، اروا بابات آقای ترامپ این عاشق قیافت شده بود، عاشق هیکلت شده بود که تنیس که بازی میکنی کونت از تو شورتت میخواد بزنه بیرون. خب بگذاریم ببینیم که دنیا چه خبر. او دوستان آمدن دو ما نبودیم. دوستان بذارید امروز من اینجوری نشون بدم ببینم نوشته های این پیدا میشه یا نه، فکر نمی کنم. خب نوشته که درود جناب سوربی عزیز، پاینده باشید. آتیلای عزیز نوشته ممنونم آتیلا، من از ویدیوهای شما، از این نوشتنت خیلی استفاده میکنم. آقای نیساری فراری نوشته که درود کاکو سوربی، منم به شما سلام میکنم. آقای شاهین فاتحی نوشته سلام آقای سوربی و به همه حاضرین، دمت گرم که به دوستان دیگه هم سلام میکنی، ممنونتم، نوشته های ایشون هم خیلی قشنگه. و آقای امیر موثقی دوست خوبمون
از فرانسه یا از آلمان، چون میگه من مسافرت میرم بعض وقتا آلمانه بعض وقتا فرانسه، ولی ایشون هم عکسایی که از هر جایی که میره میگیره میذاره، ممنونم ما رو مجانی میبره بر به سفر. مینیسه مرگ بر سه مفسد، ملا، چپی، مجاهد. خب حالا اگه اونها گفتن نه شاه میخوایم نه رهبر، نمیدونم مرگ بر ستمگر، اونا رو هم به اصطلاح ناراحت نشی. جدیدن شارلی یک کاریکاتور بسیار جدید بیرون داده که خامنه ای را همانند آلت تناسلی کشیده. حالا امیدواریم کسی رو به این خاطر نکشن اونا. به نظر من که 8 سال از عمرم را در زمان شاه سپری کردم، من از این حکومت آخوندی کثافت و رجبی بسیار بهتر بود. خب یعنی شما 8 سالتون بوده، درست میگم؟ آخه آقای موثقی، یک بچه 8 ساله از زندگی چی میدونه؟ واقعا میگم یه بچه 8 ساله از زندگی چی میدونه؟ شما هیچ وقت رفتی جنوب شهر؟ هیچ وقت رفتی حلبی آباد؟ هیچ وقت رفتی تو خیابون سرهنگ همزوی بیاد تو و داداش تو؟ داداش بزرگی من کارمند شرکت نفت بود، داداش وسطیم سرباز بود شهربانی تهران خدمت میکرد، من دانشجو بودم، 3 تامون سوار ماشین شدیم بریم سینما، با پاسبان سر چهارراه پارامونت دوام شده، سرهنگ همزوی معتاد با فولکس واگنش اومده میگه اینا اینجا رو بستن میخوان منو ترور کنن. عزیز من، بله منم میگم حکومت شاه بهتر از این حکومت بود، برای که من 22 سال تو اون زندگی کردم، میتونم مقایسه کنم با همه اون بدیاش، میگم بهتر از اینا بود. ولی شما به این دلیل که 8 سالت بوده نمیتونی بگی. در صورت موفق باشید، نظرتون، ما هم نظر شما رو دوست داریم. این از جماعتی است که بالای گود میستادن و میگفتن هیدر هیدرش کن. من متوجه نمیشم منظورتون به چیه. دوستان عزیز، خوشا به حالش آقای قمیشی که توان و قدرت داره، زن جوان میگیره و از زندگیش لذت میبره. دارندگی نه، ببین آقای کیه ویالون میزنه، بیژن مرتضوی هم با اون کلاگیس الان ریشم گذاشته شده شکل انسانهای اولیه قارنشین، چشا کوچیک، آقا قشنگ صورتتو بزن، موهاتو کوتاه کن، اگه مو نداری قشنگ سرتو تاس کن، خیلی هم خوشتیپ میشی فلان. اونم رفته یه زن جوون گرفته. یادتونه یه هنرپیشه رضا چی بود الله الله اینا رو خونده بود و بعد هنرپیشه بود، رفته بود یه دختر شیرازی هم هست، دکتر شیرازی گرفت، دکتر شیرازی تیپا زد تو کونش کردش توی خونه سالمندان. اینجوری نیست آقای موثقی، به به یه دختر جوون گرفت. اولا شما فکر میکنید حالا اینا هر شب میرن گوجی گوجی؟ اگه اون زنه هم بخواد این نمیتونه، اگه این هم بخواد میگه بابا ولم کن. به این سادگی نیست که منو شما فکر کنید، چون من دیدم اینجا، دیدم طرف میره زن جوان میگیره میاره تو مهمونی معرفی میکنه، مردم مسخرهش میکنن میگن برای دوستاش زن آورده، رفته زن گرفته آورده برای دوستاش، طرفو میبینی تو پارک داره بازی میکنه میگه به اینم نوه شماست، میگه نه این بچمه. آخه دیگه تو این سن سال ازدواج کردی، عزا گردن رو لولش رو ببند دیگه، بچه چیه؟ بچه 2 ساله رو آوردی، حالا خودت 67 سالته، همین سکویی همین گور خورد، تازگی ها یه بچه دار شده و چند سال پیش. خب این از روز اولی که میاد میگه اروا بابام، به روح بابام قسم. خب من خودم بچه جنوب شهر هستم، میدان خراسان زمان شاه بهترین مدرسه میرفتم و از اول انقلاب مجبور شدم ترک تحصیل کنم و بعد جبهه و جنگ و فلان. شما جنوب شهر بودید بهترین مدرسه؟ خب بنویس من که تهران نبودم، ولی جنوب شهر تهران بودید؟ جنوب شهر هستم، میدون خراسان. یعنی توی میدون خراسان و جنوب شهر هم مدرسه خوبی داشتیم. من آقا تسلیم دستا بالا، شما که میدونی من خیلی آدم ترسوی هستم. طرف گفت آقا آدرس بده میخوام بیام بزنمه. گفتم تو چرا آدرس بدی؟ من میام، تو بشین تا من بیام. جنوب شهر شیراز مدرسه ها خوب بود، روی یک نیمکت چند نفر می نشستین توی یک کلاس. آقا من دبیرستان احمدی می رفتم توی یک، حالا دبیرستان احمدی نسبتا نو بود، فلکه خاتون مدرسه جدیدی بود، آقای شاپور مهدیار ناظم بود، 2 تا ناظم دیگه و مدیر دیگه داشتیم، آقایون مصباحی و مصباحی.
آقا ما 40 نفر 45 نفر توی یک کلاس، 4 نفر مثل این اتوبوس ها بود تو رکاب وای میسادن، بعض وقتا اون نفر چهارمی نصفی کونش روی صندلی بود، بعد یه ساعت و نیم یه ساعت که بلند میشدیم کونمون کیس رفته بود، خواب رفته بود، تا 2-3 قدم میلنگیدیم. بعد بوی گلدونی میمد از بس که این بچه هایی که اونجا بودن همشون نزدیکای قصابخونه بودن، لباس هاشون بوی پهن و پشکل میداد. آقا نکن این کارو، مقایسه میخوای بکنی مقایسه درست کن. بهتون گفتم یه آقایی بود نمیدونم چی گلپا، میگه آقای سوربی به ما زور نهار میدادن 2 تا سیخ کباب. میگم آقا بیا بگو به ما کباب میدادن ولی نگو 2 تا سیخ. آقا بنده با بابام که میرفتم خوراک چلو کبابی بخورم میگفت 1 پرس نیم پرس که برای ما خوراکی که میاره 1 سیخ کباب روش باشه. آخه شما اگه وسط مدرسه 2 تا سیخ کباب بخوری که بعدش یا باید بری تو توالت یا باید بخوابی. میدونی انصاف چیز ما همین بود، بی انصاف بودیم. حتی اگه میخواستیم بدی هم بگیم از اون انقدر بد میگفتیم که الان شما ببین چه خوبی هایی میگن. میگه آقا اموال رضاخان رو پسرش بخشید. آخه از تو تنبون ننش آورده بود رضاخانی که داییش بردش شد نوکر قزاقا، اسب قشو میکرد از کجاش آورد 40,000 تا روستا. آقا نکنید بشینید با یه کسی که مخالفه بحث کنید، تنها به قاضی نرید راضی برگردید. در صورت خوشحالم که شما همه اینا رو امتحان کردید، 8 سالگی بهترین تجربه رو به دست آوردین، در دوره انقلاب به این نتیجه رسیدی مدرسه رو ول کنی، رفتی به کی پیوستی؟ به مجاهدین. بعد یه مدت فهمیدی که این مجاهد بچه بلایی سر شما آوردن. دوستان برید مصاحبه های منو با آقای موثقی ببینید که بنده خدا می اومد از دکون نونوایی همه این جاهاش سوخته بود مصاحبه میکرد، ولی میگو من این زندگی رو خوشحالم که آزادم. خب شما نشون میده تشخیص درستی نمیتونستی داشته باشی، تصمیم درستی هم نگرفتی در زندگیت، حالا به هر بهانه دایت بوده برادرت بوده رفتی و اینا، ولی شما دستخوش حوادث میشی. نباید اینجوری باشه. یه زندگی خوب با بچه ها تا 17-18 سالگی زیر آموزش و نظر پدر و مادر بزرگ بشن، اونا بهشون گایدنس بدن، راهنماییشون کنن، اینا انتخاب کنن. مرسی. مدرسه نیمه دولتی میرفتم. بله، هر نیمکت 2 نفر با تغذیه. خب ببینید شما امکانات مالیتون جوری بوده که مدرسه نیم دولتی بری. حالا شما بیا برای من توضیح بده، توی آلمانی که هستی، توی فرانسه هستی، من تو آمریکا هستم، ما یه چیزی داریم به نام مدرسه دولتی، ما یه چیزی داریم به نام مدرسه غیر انتفاعی، ما یه چیزی داریم به نام مدرسه نیمه ملی. آقا مدرسه مدرسه است و دولتی نیست، مال مردم. حالا یکی دیگه داریم پرایوت. آقا سوربی مدرسه درست میکنه، به پدر و مادر بچه ها میگه ما تو هر کلاسی 2 نفر میذاریم، یکش آقای موثقی، یکش هم یه دختری بیاد بشینه اونجا، اینا دختر پسر هم داخلن. پدر و مادرش مایه اینقدر باید بدن، یا قبول میکنن یا بچه رو میبرن مدرسه دولتی که ملی باید اسمش باشه. آقا حتی این چیزا را هم اسمشو غلط گذاشتن. هر چیزی شما بگی تو دوره شاه اسمش غلط بود، عوضی بود، برای که کپی هم که میکردن میخواستن یه انگولک خودشون کرده باشن توش. و الان مدرسه ملی، مدرسه ملی همایون سر باسکول ناده. آقا ملی همایون چیه؟ مدرسه خصوصی همایون مال آقای رهنمایی، ولی مدرسه شاپور دیگه لازم نبود بنویسی مدرسه دولتی. دولت یعنی چی؟ دولت از کجاش آورده؟ دولت خودش نوکر مردمه. آقا همه چیمون غلط بود. شما یه لطفی من بکن، این ایام عید بدونی معلم‌ها تکلیف عید میدادن، شما یه نگاهی از یه زاویه دیگه داشته باش. برو مثلا از اونایی که انقلاب کردن بپرس شما چرا انقلاب کردی؟ من که انقلاب نکردم، نه آگاهیشو داشتم نه دانش رو داشتم. من تا موقعی که دیپلم گرفتم و نمیدونم بعد رفتم دانشگاه یک کتاب خونده بودم، خاطرات روبینسون کروزه، اونم از کتابخونه ملی گرفتم، از بس رامون دور بود تحویل ندادم. خب بعدم شدیم مأمور حکومت نظامی تو شهر خودمون. ولی شما بیا از آقای ایرج مصداقی که داییش تیمسار محققی بوده،
برو ببین تو خانواده اینا چند نفر رو رژیم شاه کشته. مصداقی درست میگم، نگفتم مصدقی، که ایرج مصداقی گارم گروه پدرش آدم مشنگیه، همین این بلنگوی چیزا بود، الان شده طرفدار رضا پهلوی و فلان اینا. ولی شما برو ببین اینم وضعش خوب بوده دیگه، با دایش تیمسار بوده. میگه من یه روز داشتم تو کوچه فوتبال بازی میکردم، مامورا اومدن ما رو گرفتن. 10-12 سالش بوده، البته اونم یه کمی کسخله. میگه من از 10 سالگی سیاسی بودم، روزنامه آیندگان و فلان میخونم، این آقای شاهیدم یک کمی خله. وقتی میره با یک مصاحبه اولا نیم ساعت تعارف میکنه تا یه سوال بکنه. آقا بکششون زیر سوال، این آقای نهاوندی میاد، اون نمیدونم امیر اصلان فلان میاد میگه مردم ناسزا چی بودن، نمک نشناس بودن. بگو آقا شماها چه کار کردین؟ شماها چرا بردید خوردید دزدیدید و به این مردم توهین کردید که برگردن اینجوری بهتون بزنن؟ در صورت ممنون و متشکرم. آقای اکبری میگه آقای سوربی، سرهنگ همزی فامیل ما بود و برای من پاسپورت در عرض یک روز درست کرد، عاقبت غم انگیز. بگو ببینم چی شد. یه دفعه دیگه هم گفته بودی ولی یادم نیست. اولا این نمیدونم زندان مسکه، اون آخری ها شده بود مسئول زندان. لطف کنیم برای پایین برای ما بنویس. ببین ما شانس آوردیم، یه سروانی بود، سروان توانای هم چیزی، خونه بغل تو سیمتریک بغل بهروز قاسمزاده که دوست من بود، یه اتاق به این داده بودن اجاره و این آقا با اون خانم ایرانی هم که شوهرش آلمانی بود رابطه داشت، همه هم میدونستن، حتی شوهر آلمانی پیرمرد هم میدونست. و ما شانس آوردیم چون من و بهروز با این سلام علیک میکردیم، وقتی که این همزوی بی سیم زد تو فولکسش، بی سیم داشت، اون پاسبانه بی سیم نداشت، اون پاسبانه امیدعلی حسینی بود، شاید هم شما بشناسید، یه چاقی بود سیبیل هم اینجوری میذاشت مثل ایتله، مثلا من اون یکی بود موسا خیابانی که همه بشه کنه آقا تو موسا خیابانی هستی سرس هست چارا هستی، اتفاق هستی یه پیکان هم خریدم بعده. این امیدعلی حسینی با ما دعواش شد، گفتیم آقا خب حالا ما که آدم نگشتیم اینجا دور زدیم، شما میگی خلاف جریمه بنویس، گفت من که نمیدونم جریمه، گفتیم خب پس بذار بریم دیگه، ما میخوایم بریم سینما. اوکی حالا آقای حمزوی با یه فولکس واگن ترتریش اومده اونجا وایستاده، اولا کی تو رو میشناسه؟ حالا فامیل شما بوده، برای شما یه روز پاسپورت گرفته. همینو ببین آقای موثقی، چرا آقای اکبری یه روز پاسپورت بگیره؟ چرا؟ اکبری میگه بابا حالا عجب اشتباهی کرد. خب مدرسه نمرنده به مادر نظامی بسیار با شخصیت، زمان خمینی نماز جماعت اجباری با چوب و کلاس های آموزش تفنگ و بعد هم میفتادن روی مین. من نمیدونم از مدرسه، من فکر نمیکنم بچه ها رو میفتادن روی مین. اگر کسی خودش خیلی احساساتی بود میرفت، حتی اون باید میرفت شناسنامه برادر بزرگش رو میابرد و اینا. از مدرسه آقای نکن، آقای موثقی یه روز بعد از عید سال نو اگه من هنوز زنده بودم و آهان چون رفتم آزمایش قلب، من گفتن که چون رشتت برق بوده و خیلی انگولک کردی به برق. دوستان باورتون میشه به غیر از اینکه ما تو مغزمون اون شبکه های برقی هست، توی قلبمون یه پالس اون تا خیلی وقت پیش ملت نمیدونستن این چیه، این ماهیچه چیه که این همه کار میکنه. واقعا فکرش کنی 67 سال یه چیزی همین اینجوری کنه، شما یه فنری بذاری ضعیف میشه. به من دکتر اشکان کریمی گوه های سوربی، سمت چپ قلب شما این برقی که باید بفرسه، مثل اون جرقهی که برای شمع و دلکو و یکی دیگه چی بود کویل و اینا باید بزنن، این درست نمیزنه و اگه این درست فشار نده خون درست نمیاد، اگه این خون درست نیاد اکسیژن درست نمیاد. این دست چپت میگاهی درد میکنه اینجوری. گفتم البته ما که هیچ جامون سالم نیست، همش کارهای اشتباه، بدون نرمش کشتی بگیر، بدون چیز ورزش کن، یه جای چوسی بیا شعاف کن فلان اینا بمانه. حالا به یه دردی که میگیریم نمیدونیم از کجا، نمیدونیم از استخونامونه، از قلبمون. خلاص رفتیم آزمایش اینا. این که میگم اگه بودیم، حالا اگه مردیم هم مثل این دوستان نباشه، طرف 92 سالش مرده میگن آخ من باورم نمیشه مرگ نابهنگام. آقا 92 سال نوح مثل میگن 90 سال این وضعی. خب ببینیم چی بود و کجا رفت و چه ها شد. امشب آلمان و فردا پاریس.
یعنی میری برای تفریح یا با ماشین مثلا دیلیوری میکنی؟ جاده های اروپا این 3 سال پیش که برگشتم، آلمان خیلی جاده‌هاش بد شده بود، علکی یه جاهای چیز میکرد، راه رو که بسته بودن. درسته ماشین های اونجا کوچولوه، ولی من فکر کردم این بیچاره ها، حالا خب من خودم راننده کامیون و اتوبوس و اینا هستم بلدم، ولی این چجوری اینا میرن؟ البته توی آلمان کامیون ها چون دماغ ندارن، بی دماغ هم بهشون میگن کب اوور، اونجا راحت تر میرن چون کوچه هستن. اگه اینجا باشه که 8 فوت 9 فوت 2 متر 3 متر جلوت فقط کاپوت ماشین هست. تراکای آمریکایی رو نگاه کنید، مخصوصا پیتربرگ یا کنورت کلاسیک، 2 متر 3 متر اینجاست، ماشین موتور هم اینجاست، به جای اینکه آلمانیان نشستن رو موتور، موتور پشت سرشونه، حتی از اونها عقب‌تر. در صورت جاده‌های آلمان همش داشتن درست میکردن، یک کمی برای من مشکل بود. البته ماشینی هم که من داشتم نسبتا بزرگ بود. خب اینم از این، این از این. الان داشتم یه مقاله به انگلیسی، خب دوستان من ببینم دیگه براتون. آها، من تا چهارشنبه سوری نیومد و نرفت چیزی نگفتم، چون میدونید که اینایی که احمقان و طرفدار رضا پهلوی بودن میگفت آقا شما دست اندازی، شما نمیذاری، ما یه مدت اصلا برنامه تلویزیون بستیم رفتیم دیدیم آقا اینا همون پخی که بودن هستن، هیچ کاری هم نکردن. این از رضا پهلوی. و اما این جشنایی که مثل هالووین، نمیدونم تو آلمان یادم نیست ما همچین چیزی داشته باشیم، بال ماسکه نیست که صورت بزنن برقصن، این با او زن و اون برقصن، اینجوری نه، اینجا ماسک میزنن، میاد میگه که این ارواح فلانه، میاد شما شکلات بهش میدی، کاری و کارت نداره. من همیشه گفتم این هالووین بده. و خیلی جالبه تو این 30 چند سالی که اینجا بودم، هی یکی یکی آمریکایی هم گفتن بله بده، بچه‌مون مسموم میشه، بچه میرن تو خیابون تاریک ماشین میزنه بهشون فلان، نه الان چی میشه؟ ولی با همه اینا باز یکی از پر رونق ترین جشن هایی که آمریکایی ها میگیرن. و همه این جشن ها رو این دوستان یهودی را انداختن، چون فروشنده این وسایل ها اونا هست. حالا ما میایم با این چهارشنبه سوری، شما باورتون میشه وقتی به چهارشنبه و به شاهین گفتم آقا چهارشنبه سوری اصلا ربطی به هخامنی به چیز نداره، به زرتشتیان، باورش نمیشد. برید بخونید توی دین زرتشت شما از روی آتش به پری بی احترامی و توهین به آتش، ولی الکی میریم میپریم، آقا این سنتمونه. میگم چی؟ قاشق زنی، گدایی، خودتو چادر بندازی سرت، یه قابلمه رو برداری بری تق 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 بزنی، این شد سنتت؟ از رو آتش پریدن، هرچی آخون نکش ما بکشیم همدیگر رو، بمب و بمبک منفجر کنیم؟ خداییش اگه من و شما جای این آخوندهای داره بگیم جاکش انگه خودمون چیه، اگه جای اینا بودیم چی کار میکردیم؟ من گفتم واقعا میگفتم آقا امسال به خاطر اتفاقاتی که افتاده چهارشنبه سوری تعطیل. ولی دیدید چند نفر رفتن بیمارستان؟ دوستان چشماشون رو از حدقه در میاره، دکتر چشماشون رو خالی میکنه. ولی برید بخونید چهارشنبه سوری هیچ ربطی به زرتشت نداره، این اصلا تا 400 سال بعد از چیز هیچ خبری نبوده. از کجا شروع شده؟ از گشنگی مردم بیچاره ایران تحت فرمان همین شاه ها. دوستان شاه و شیخ فرقی ندارن، یکیش تاج سنگین میذاره سرش، یکیش کونگشاد ملاف میپیچه دور سرش، میشه عمامه، هیچ فرقی با هم ندارن. اینم از این. خب بیایم اینجا ببینیم که چی میگین دوستان. بله، میگه بعد از انقلاب رفت جهرم به صورت ناشناس شد متولی مسجد که بعد از چند سال گرفتنش و در شیراز به دارش زدن، قبرش هم من میدونم در دارالرحمه کجاست. خب حالا که دیگه مرده، خدا بیامرزتش. حالا ببین آدم ها با آدم فرق میکنه. تیمسار و سانلو که حتی زمان شاه میرفت از بازاریا، شما پادگان شمار چهار که بودی تیمسار و سانلو رو باید بشناسی، اون اونجا بود، من با دخترش هم کلاس بودم. اوکی؟ این معروف بود. اولا تیمسار و سانلو خونه نداشت، تو آپارتمان طبقه دوم یکی دیگه زندگی میکرد، برای که هرچی در میورد میداد بچه هاش انگلستان درس بخونه. خب این میرفت توی بازار پول جمع میکرد که مسجد درست کنه توی پادگان شمار 4. بعد انقلاب چه کار کرد؟
رفت زمین خرید، نمیدونم زیتون، خیار، مرغداری و اینا، اگه اشتباه نکنم یا سروستان یا نیریز، بعدم مرد، بعدم همسرش مرد. ما هنوز تا هنوز با خانواده اینها در تماس هستیم، احوالشون رو میپرسیم و اینها. ببین بابا، اگه یه آدمی خوب بود، این بدبخت هویدا فکر میکرد حالا میتونه بیاد بگیم بیاییم من خیلی خوب بودم، این خودکار 5000 الان 5000، اونا میگن برو دنبالت. نمیدونست که اونا میدونستن اگه این وایسه گند کارشون داره میاد میکشنش بالا. حالا یکی میگه هادی غفاری کشتش، هادی غفاری میگه من نکشتم، یکی میگه یا آیت الله کشته، میگه بله گفتن آیت الله ولی من نبودم. میگه آی سربی برام دعا کن، دیشب زیر صندلی به اتوبوس سگ گازم گرفت، دکتر میگه به زودی هار میشم. خب تازه هار بشی میشه مثل ما، ولی اگر واقعا راست میگه سگ گازت گرفته، اگر سگ شناسنامه نداره که نشون بده کزاز و اینا رو کی زده، حتما برو یه سوزنی هم از درد زیاد میگیره، ولی برو بزن که کزاز فکر کنم نگیری. در هر صورت این آقای شاهین فاتحی اون روزم نوشت که من اصلا ایرانی نیستم و استعفا داده. خب دوستان عزیز، چهارشنبه سوری رو گفتم، به نظر من چهارشنبه سوری یه عیدیه، همینجوری که عید نوروز ماهی سرخ و این کار اشتباهی که میکنیم از بین بردن، به نظر من چهارشنبه سوری رو هم باید یه جوری تعدیلش کنن. این آتش بازی رو یه کارتونی میکی ماوس درست کرده، سال نو رو یعنی دیزنی به شما تبریک میگه و خیلی جالبه، میگه چون آتش بازی خطرناکه من آتش مقوایی درست کردم، مثل این تابلوهای اعتیاد هست وقتی یه کامیون خراب میشه میذارن تو آلمان، سواریان با داشتیم اینو، یکی آتش خاموش کن، یکی این اعتیاد، یه بیل، یه خورده شن. خلاصه برید ببینید اون، اگه نشون بدم ممکنه چیز کنه، یقمو بگیری یوتیوب. میکی ماوس سال نو رو بهتون تبریک میگه، خیلی کارتون رنگ قشنگ، بعدم میگه حالا قبل از این که آخرین چهارشنبه هست و فلان اینا، روی آتش مقوایی بپریم. ولی دوستان این یادتون باشه، بعد برید دنبال کنید، در دین زرتشت از روی آتش پریدن بی احترامی به آتش، بی احترامی به چیزی که اینا اینقدر بهش احترام میذارن. اینم از این. خب برای آقای شاهین فاتحی دعا نمی کنم چون من به دعا باور ندارم، ولی امیدوارم که اتفاقی برات نیفتاده باشه. تفاوت امید با دعا چیه؟ خب اینم از این. گفتم هر کیم از دست آخونده جون سالم به در برد، توسط دوستاش و دیگران زخمی و کشته و کور شد. مستند قمار رو دوستان حتما ببینید، ماجرای این پدر سوخته هاشمی رفسنجانی و این دختر عجوزش و اون پسرش و اینا که حالا میخوان بگن که پدر اینا فرشته بوده، برید ببینید چه کثافت هایی این آخونده از روز اول، حتی اون خمینی چجور به اینا گفت که با آمریکا معامله کنید ولی مستقیما باشون حرف نزنید. ببین اون دیگه چی بود، معامله با اون مکفارلی و معامله با ریگان. دوستانی که فکر میکنید آقای موپارسی که فکر میکنید فقط دموکرات ها با آخونده هستن، دموکرات ریپابلیک، اینها هر دو شاخه های یک درختن و این درخت آمریکا سودش اینه که با آخونده باشه. از روز اول ریگان به اینا گفت گروگانا رو نگه دارید، کارتر انتخاب نشه، اون بشه، بعدم که اسلحه و ماجرای ایران کانترا رو برید نگاه کنید. ولی از اون بهتر این مستند قمار که چیزم هست. خب اجازه بدید من از آقای مسعود کردار تشکر کنم. با وجود که تو برنامه قبل خیلی به ایشون گیر دادیم و پریدیم، ولی ایشون لطفش همیشه شامل حال ما بوده، باز یه دوست رو معرفی کرد که گفت شما به ما کم لطفی میکنی ولی من لطف خودم رو کم نمیکنم. مرسی آقای کردار، با اون دوستمون صحبت کردم، امیدوارم که بتونیم کاری انجام بدیم. دیزنی و میکی ماوس و تبریک نوروز، اینو گفتم. ایرج مستاقی و خانواده ساواکیش
برید ببینید که اینا چجوری خانواده سابقی یه دم میاد میره مجاهد میشه، حالا از این بری برمیگرده از این بری میشه. اینا آدمایی هستند که یک کتاب که میخونن فکر میکنن همه فلسفه ها و تئوری ها رو میدونن، بر اساس اون یک کتاب تصمیم میگیرن. بعضی هاشون که حتی میگه داداش بزرگ من، شوهر عمم، فلان اینا با اون رفته، یعنی اگه اون میرفت سینما اونم میرفت سینما، ولی این چون رفته تو انجمن حجتیه اونم میره همراهش میره انجمن حجتیه. خب آقای مهدی تبریزی 18 و 19 گفتم، حتما اگه تو این منطقه هستید برید. و اما سپیده قلیان چند دقیقه آزاد بود و به نظر من کسی که با پای خودش با دست خودش وسیله‌ای درست کنه که آخوندا بگیرن و بندازن زندان رو شکنجه کنن و به اصطلاح تجاوز کنن، اینا مشنگ یا خود آزاره. یعنی شما بهتون گفتم تو آمریکا یک کسایی هستن که میرن کاری میکنن که پلیس بکشتشون، به این وسیله معروف بشن. اگه کسی میدونه تو زندان بهش تجاوز میکنن ولی کاری میکنه که بره زندان، یعنی چی؟ یعنی من از تجاوز خوشم میاد. و الا شما از زندان اومدی بیرون، همه 4 سال فلان هم هر روز زدنت، هر روز هم بهت خانم برو دنبال زندگیت، اگه میخوای اینا رو بکشی برو قشنگ بگرد، اصلا برو توی مسجدی بگو من توبه کردم، نزدیکشون باشو، نزدیک فامیلشون باشو، یکی یکی بمب بزازی کونشون منفجرشون کن. نکنید این کارو، با پای خودتون با دست خودتون با کف زدن دوستای احساساتی نرین تو دام این آخوندا. خب دوستان مژده مژده مژده، این صفحه لایو تیوی تموم شد، فقط پرونده فایل چیز رو دارم. میگه سگ شناسنامه داره، سوار اتوبوس مجانی شدم جا نبود مجبور شدم برم زیر سنده. فهمیدم برگشتی به این اتوبوس مجانیه. نظر در مورد دموکراسی چیه؟ گفتم مخالفم، به نام دموکراسی گازم گرفت، دکتر مطمئنه که من هار میشم. خب باید خوشحال باشی، شاید هار بشی اون وقت بتونی با اینا رقابت کنی. این مقاله فهمه رمدنم نعمه سخن رو بخون، حتما خیلی قشنگ نوشته. بذار خودم بیارمش این بالا ببینم اگر پیداش کنم. اتوبوس 16 با اینجا اومد، بله اینه. بابا عجب کاری کردم آقا شاهین، اینقدر به قور زدم این درست شد. اتوبوس 16 با رانندگی مسیح علی نژاد و نقش خانی عبدالله، میگه 16 رضا پهلوی فرمودن این ائتلاف اتوبوسی است مجانی که هر کس بخواهد میتواند بزنم بنا. اینم میتونم بزرگش کنم یه قدم دیگه هم باز بریم جلوتر، یه لحظه بله اینم میتونیم بزرگتر کنیم. بابا خیلی کارمون درست شد. بله این ائتلاف اتوبوسی است که هر کس بخواهد میتواند سوار آن شود، نقل به مضمون. البته دیگه وقتی 16 فرمودند این نقل به مضمون غلط. نقل به مضمون یه چیزی شما میگی برای که طرف بفهمه اینو اون طرف گفته، میگی نقل به مضمون. این دوستانی هم که دوتا کلمه یاد میگیرن هی میخوان اینو بچپونن تو مغز ما. البته تمثیل و آنالوژی هیچ وقت نمیتواند عین واقعیت را منعکس کند، ولی بشر برای درک مطالب ناچار به استفاده از چنین صنایع گفتاری است. آقای شازده رضا پهلوی هم برای متوجه کردن بهتر مردم از آنالوژی اتوبوس استفاده کرده اند و این اتوبوس خلاصه میگه که بله میگه راننده خانمی است گل به سر به نام خانم مسیح علی نژاد، او که تازه رانندگی اتوبوس یاد گرفته و گواهی نامه رانندگی اتوبوسش از انگلیس و آمریکا صادر شده و هرگز در جاده های پرپیچ و خم بیابانی و مال روی ایران نرانده و همواره در ایران سوار ماشین لوکس اصلاح طلبان حکومتی بوده. خلاصه مقاله قشنگه، برید بخونید دیگه، همه رو قرار نیست من بخونم تبلیغ مجانی بشه برای ایشون. اینم از این، اینم صفای ما. و بیایم اینجا. دوستان خیلی ممنون که بودین، اول برنامه یک کمی نق زدم، از شاهین گرفته از آقای اکبری گرفته و به دیگر دوستان که تا امروز من ندیدم. چرا آقای شیرزاد جلالی، خدایا بعد نگفته باشیم، آقای شیرزاد جلالی یکی دو بار برنامه منو برای دوستانش فرستاده، ولی سوال اینه که مگه آقای شیرزاد جلالی چند تا دوست داره؟ رو فیسبوکش چند نفره؟ ولی شاهینی که من میگه 15,000 نفر اومدن روی اینستاگرام،
بهش میگم خب آقا تو اینقدر وقت میذاری میخوای، تو آمریکا میگن سگ پیر شما نمیتونی کلک های جدید یادش بدی، بگی دو تا پشتک بزن، وارو بزن، بعدم این تیکه نونو بگی ببر بذار اونجا. You cannot teach old dog نمیدونم new trick یا هم چیزی. گفتم آقا به جای این لینک ما رو یه بار بذار ببینیم چی میشه، از این 300 تا 400 تا 500 تا میره 1000 خورده، اگه اینجوری بشه بعد ما بهت میگیم آقا هر وقت ما برنامه میذاریم $10 میذاریم به شما. اتفاقا شاهین میدونه من اولین باری که یه نفر کمک کرد که ما دوباره برگردیم برنامه داشته باشیم، به شاهین گفتم اگه میخوای از اونجا روزانه برنامه درست کن، من حتی ممکنه یه مبلغی بتونم چیز کنم. نه اون، یه خانم دیگه هم بود، بهش گفتم این کار رو انجام بده، ولی همشون از این پرسن خب راجع به چی بگم؟ میگه آقا اخبار، current affair دیگه، اخباری که من نباید بگم، من که اخبار نمیخوام بسازم، من که تلویزیون رادیو من و تو رو ندارم، من میخوام شما اخبار رو گویا بشی، منتقل کنی، نمیخوام اخبار ساز بشی. دستان ممنون، متشکرم. و اینم از این، بریم یه چند تا، ساعتم 1:38 است، اجازه بدید من دیگه بس کنم امروز. در اول سال اگه اومدم سال 1402 باز با شما باشم. بله، یه آخوندی دیشب دیدم نوشته بود آقا مشکل ما میدونی چیه؟ یه عده میگن ما فرزندان کوروش و داریوشیم و این کشور مال هخامنشه، یه عده میگن ما فرزندان این آخوندهای احمقیم و این مملکت مملکت مهدی امام زمانه. یکی نمیاد بگه آقا این مملکت منه، قرم ساقا من باید تصمیم بگیرم، این مملکت آقای موثقیه، این مملکت آقای فاتحیه. گفت ما تا اون روزی که اسیر بین کوروش و داریوش و امام زمان و حضرت علی هستیم همین هست که هستیم. اگه اشتباه نکنم آقای فامیلیش تهرانیه، ولی اون تهرانی آیت اللهی که شوهر خواهر خامنه‌ایه اون نیست که تو رادیو عراق صحبت میکرد و اینا، یکم جوانتره. اینم از این نوشته ها رو یه نگاهی بکنم ببینیم چی داریم. دیروز به شازده وکالت دارن، امروز فهمیدن چه شکری خوردن. اینم که الان براتون خوندم، پاسخی به رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون، این فقط عکسشو بهتون نشون میدم، بیارم این ور دوستان. این آقا رو حتما تو تلویزیونای دیگه قبلا دیده بودید، ولی تلویزیونای دیگه یکی یکی عذرشو خواستن، خودش حالا از طریق یوتیوب برنامه میذاره و ببینم که برید نگاه کنید. پاسخی به رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون، شکست ناسیونالیسم رضا شاهی. میگه آقای رضا پهلوی تو میتونی بیای بگی پدر بزرگی من آدم خوبی بود، من میشستم تو دامنش هرچی هم میشاشیدم روش باز اون منو ناز میکرد، ولی تو نمیتونی بیای بگی رضا قلدر آدم دموکراتی بود، ایران ساز بود، فلان بیسار. بله، رضا خان اولی که اومد ایران رو از دست قاجار گرفت، اولی که اومد افرادی مثل فروغی و داور و نمیدونم دیگران دور خودش جمع کرد، آدم خوبی بود چون میدونست خودش بلد نیست، دیگرانی که بلد بودن آورد، ولی یکی یکی اونا رو کشت، نمیدونم تبعیدشون کرد. همین فروغی رفت اصلا خونه نشین شد، دوباره شاه که اومد. خب دعای آخر سال براتون بخونم، برنامه رو تموم کنم دیگه، بیش از این اعصابتون خورد نکنم. حالا میترسن دیگه دو سه تا جوان 28 ساله که دو روز رفتن دو تا دمبل برداشتن، حالا قنبلاشون هم بزرگ شده اومدن عقب و بازی هاشون جور شده، بخوان بیان ما رو بزنن. گفت دعای آخر سال نیایش ایرلندی ها خیلی جالبه. بادا آنها که ما را دوست دارن، یعنی پایدار باشن اونهایی که ما رو دوست دارن، یا بادا که همچنان ما را دوست داشته باشن، و آنها که ما را دوست ندارن خداوند دلهایشان را به سوی ما بپیچاند، و اگر نمیتواند دلهایشان را به سوی ما بپیچاند قوزک پایشان را بپیچاند تا از روی لنگیدنشان آنها را بشناسیم. اینم به نظر من جالب بود. دوستان یادتون باشه یه وقت من یه چیزی رو میخونم به نظر من جالب میاد، یه وقت شما یه چیزی رو میبینید به نظر شما جالب میاد. قرار نیست همه ما مثل همدیگه فکر کنیم. و الی آخر دوستان عزیز، بذارید ببینیم که ساعت 1:41 است. من همینجا از واشنگتن پایتخت آمریکا از شما خداحافظی میکنم. امروز روز جمعه بود، بعد از ظهر دیگه گذشت نصفش، و دوشنبه اولین روز عیده. من حدود 10 روزی
مسافرت هستم، 25 برمیگردم، 25 که برگردم احتمالاً 26 27 ممکنه اولین برنامه رو داشته باشیم، بستگی به خستگی. میدونی وقتی میبینی مسافرت میگی کجا بودی؟ میگی وکیشن یعنی تعطیلات، اولاب. بعد میگی حالا کجا؟ میگی حالا باید برم از تعطیلات بگیرم، برگردم کارهای عقب افتاده و اینا رو انجام بدم و برگردم یکم سرو. ما نخواهیم بود، ما میریم ببینیم بلکه این سال نوی اینا پیروز میشن یا نه. آقای دادرس هم یه چیزی نوشته بود، نوشتم آقا چرا کم لطفی میکنی، چرا مزخرف مینویسی، چرا مینویسی چهارشنبه سوری و اینها به دستور رضا پهلوی و اینها نیست. من الان سال هاست از ایران دستور میدم، فراخانم نه، به ایرانیان دستور میدم سیزده بدر حتما بیاین بیرون، که داستان سیزده بدر رو عید پوریم کلیمی هارم بخونید، یه جا و دو جا بدبخت نیستیم که. اینم از این ماجرا نوشتم آقا این حرفا چیه؟ سفر خوش، مراقب خودتان باشید، اتوبوس مجانی سوار نشید. دمت گرم که این اتوبوس مجانی کار دست ملت میده و چقدر ملت بدبختی هستیم که یه بار سال 57 بهمون گفتن اتوبوس مجانی، یه بارم اینایی که میگن سال 57 بد بود دوباره میخوان برامون اون رو درست کنن. مرسی که با ما بودید. شما ها هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه های خودتون رو داشته باشید، چه با من، چه بی من، چه بر من، یعنی بیان برنامه بذارید مخالف من حرف بزنید، که اون جوان 28 ساله که امیدوارم شجاعت شهامت پیدا کنه بیاد با اسکایپ قشنگ اولا به مردم بگه منم مثل شما بودم، عصبی بودم اینجوری اونجوری، ولی سربی مثل بابا، مثل یه برادر بزرگتر با من حرف زد، اشک من در آورد. یعنی اگه نگاه کنی ما هم یه جور آخوندیم، میتونیم تو 5 دقیقه شما رو گریه بندازیم، تو 5 دقیقه خنده بندازیم، ولی بهتره که مردم رو بخندونیم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید سالی بهتر، آینده ای روشنتر، و اینکه بتونیم با همدیگه صحبت کنیم، دشمن هم نباشیم. اگرم شما طرفدار مجاهدین هستید به من بگید این آقای رجوی مرحوم، بالاخره رجوی مرحومه، مصدومه، معلوله، چیه؟ خجالت آوره که یک کسی اسم خودش رو رهبر بذاره و 20 سال نباشه. حالا این خامنه ای اگه داره چمن میکاره، باغ میکاره، فلان، ویدیو میاد بیرون، دم به دم میاد اونجا میشینه. حالا شما بگو این تو یک فضای خیلی چیزی، اگه این تو ایران میتونه یه فضایی رو برای خودش امن کنه، توی احمق تو آلبانی نمیتونی یه فضایی رو برای خودت امن کنی؟ خب اگه نمیتونی پس یه چیزیت میشه. آقای فیلابی این وظیفه شماست. فیلابی من اشک شما رو دیدم، شما اشک ریختی، من باهات اشک ریختم. سر سال نوه، بیاین بگید این مرده، ولی این سازمان بدون یک رهبر به کار خودش ادامه میده. خجالت آوره. هی پول بدین به مایک پنس، هی پول بدین به این عقب افتاده، هی پول بدین به اون عقب افتاده، و اینا خوراک فیلمی بشه برای اون بدبختایی که تو آلبانی هستن. جوراب چپتون رو امروز راست بپوشین، راستتون خدا بگم از سری آقای رزاقیان نگذره. رزاقی از روزی که این گفته منم این کارو میکنم که ناخونم این ناخون ولی جوراب که میخرید، جوراب واریس اگه بخرید دوستان، خریدم برای تو هواپیما، پای چپ و راستشو مینویسه، مینویسه این برای لفت، این برای رایت. میدونستید شاید برای فشاری که به دلک پا میاره یا به مچ پا میاره و الی آخر. خب قصه ما به پایان رسید و به پایان آمد این قصه یا این داستان، حکایت همچنان باقی است. آقای اکبری خیلی ممنون که راجب حمزوی گفتی، با وجودی که به نظر من انسان خوبی نبود. اینا خیلی هاشون تو خانواده آدم های خوبی بودن، ها بیرون که میمدن یه شخصیت دیگه داشتن. اینا آدم های دو شخصیتی شده بودن که بیچاره ها خودشون هم زجر میکشیدن، ولی با وجودی که من شخصیت خوبی ازش ندیده بودم چون مرده، امیدواریم که نمیدونم دیگه بهشت اصلا هست؟ بهشت یعنی چی؟ بهشت آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. آقای 28 ساله فکر کنم از کالیفرنیا زنگ زد، شما کاری به سربی نداشته باش، پهلوی رو قبول داری برو دنبال کونش، هرچی میریزه برده بخور، رجبی رو قبول داری هرچی میریزه برو دنبالش.
همین جان روی ایر هستم، اجازه بده بعدم بهت زنگ بزنم. ببین میگم آقا اوکی مرسی دوستان عزیز، این دیگه فکر کنم اومد بگه آقا من میخوام برم به کار زندگیم برسم، بس دیگه تموم کن. آخر سال آخرین برنامه حسیبی مینوش، آخرین برنامه محمد حسیبی، گفتم مردم هی زنگ میزنن میگن چی شد مرده، میگم نه بابا منظورش جدیدترین برنامه حسیبیه. گو ای چقدر خوبه ها، جدیدترین اصلا بهتر از آخرینه. حالا من اسمی برنامه می‌نویسم، جدیدترین برنامه سربی با مردم، آخرین برنامه سال 1401. دیگه هی نگی سربی رهبریم. یه نفر اون روز نشستو آقا درباره فلان تو برنامه اصلا صحبت نکردی. شما فکر کنید ما درباره همه چی باید صحبت کنیم؟ نه، یه چی من صحبت میکنم، یه چی شما باید صحبت کنی، یه چی اون صحبت میکنه، اون وقت میشه همه چیز را همگان دانن. تا حالا چند بار خدافظی کردم؟ دو بار. تا سه نشه بازی نشه. بای بای.